سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با قسمت دوم از کجا. همونطور که میدونید ما پرودوسرا رو میاریم و حتی کسایی که شاید ربطی به رپ نداشته باشن، هم مصاحبه داریم باشون، هم در مورد یه سری از مسائل صحبت میکنیم. مثلا یک آرتیست تازه کار، یک پرودوسر تازه کار چجوری باید شروع کنه. مهمون این قسمت، یعنی قسمت دوم از کجا، هم یکی از پرودوسرهای خوبمونه به اسم محمد بیت کوری که شاید خیلیاتون اونو با همکاریاش با امیر خلوت بشناسید. صحبت دیگه نمی‌کنم، فقط یکم این پادکست حاشیه‌ای‌تر از حد معمول بقیه از کجا شده، از دست ندید صحبت‌های بالی توش شده. صحبت دیگه نمی‌کنیم، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت محمد بیت کوری عزیز. چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام آرام جان، چطوری؟ خوبی داداشم؟ میزونی قربونت ردیفی همه چی که. آقا اول از همه یه سری سوال خیلی بود، بچه‌ها میگفتن مثلا فلان وی اس تی و فلان پلاگین رو چجوری نصب کنیم، درام‌لاین چجوری بچینیم. محمد عزیز خودش یه چنل داره، همه رو 0 تا 100 آموزش داده، در آینده هم 100% میذاره، لینکش رو دیسکریپشن میذارم، برید عضو شید. سوالای این مدلیتون هم توی پست آخرش، ویدیو آخرش بپرسید، 100% هر کدومو صلاح بدونه بیشتر باشه درست میکنه دیگه. و یه سوال دیگه هم که خیلی بود این که چجوری میتونن باهات کانکت بشن برای سفارش آهنگسازی و میکس ماستر و این داستانا. این خود یه توضیح بده. ببین ما یکم این قضیه کانکت شدنه سخت شده بامون. خب یعنی خودم اینو قشنگ درک میکنم. یه سری بچه‌ها موقع میان استدیو مثلا میگن آقا ما تقریبا یه 15 روزه داریم فقط دنبالت میگردیم، چون ما حجم پیغامایی که میاد، حالا هم واسه یوتیوب، هم واسه استدیو، هم واسه منیج پخش، هم واسه پخش مثلا پلتفرماست، هم واسه شاگرداست، بعد انقدر حجم پیغام زیاده اصلا یکم جواب دادن همش سخته. حالا من دارم با یکی بچه‌ها صحبت میکنم که این مسئولیت رو گردن بگیره دیگه، بشینه پیغام‌ها رو جواب بده همه رو. ولی الان فعلا فقط در راه تلگرام و واتساپ، شماره هم که توی پیجم هستش. اوکی، پس از اونجا میتونن حالا تا روزی که سرت خلوت تر شو اینا بیان و کاراشو بکنن. خب بریم سراغ حالا پادکست و مصاحبه و این داستانه. یه معرفی کلی از خودت بکن، چند سالته، چند وقت کار میکنی و چی شد اصلا به این کار علاقمند شدی؟ من که اسمم که محمده، لقبم بیتکوریه، 26 سالمه و چجوری به این کار علاقمند شدم؟ والا من از اون اول فقط آهنگ ساختن رو دوست داشتم، یعنی تا حالا خیلی موزیک نخوندم. کلن دو بار رفتم پشت میکروفون، یه بارم رفتم فقط یک تو سه بگم ببینم کابل وصله، یه بارم رفتم کمک یکی از بچه ها کنم، بک وکالشو نگفته بود. یعنی کل فعالیت من پشت میکروفون این وره اینجوری بود. و کلن هم فکر کنم مثلا از 14-15 سالگی بود دیگه، خیلی دیگه مثلا علاقه من شدم با آهنگسازی. از اون اولم رپ فارسی رو دنبال میکردم، یعنی از اون موقع که هیچ کسی آهنگ داشت توش میگفت انا لله انا الیه راجعون، نمیدونم شنیدی اون آهنگ رو؟ آره، از اون موقع دنبال میکردم تا الان که در خدمت شما. یه سوال اینجا پیش اومد، رپ فارسی علاقه مندت کرد به آهنگ سازی و این داستانا یا رپ آمریکایی؟ نه رپ فارسی علاقه مند. اوکی، رپ فارسی. اصلا کلا از اون اولش با رپ فارسی چیز شدم، خارجی ها هم گوش میدادم ولی خب با رپ فارسی خیلی حال میکردم. بعد دیگه اون موقع یه دونه دیگه برنامه دنسیجه یا هیپ هاپ ویجه دیگه همه یه دوره باش داشتن، ما هم با واسه همون دوره. بعد یه دونه مثلا گوشی های خیلی قدیمی چیز بود، سونی اریکسون، توش برنامه آهنگسازی داشت، مثلا من تو اونا بیت میزدم، خیلی حال میکردم. مثلا از اون موقع علاقه من بودم فقط با آهنگسازی. و اینکه کلن هم تا الان تا این جایگاهی که الان هستیم داریم کار میکنیم، نه دوره آهنگسازی رفتم متاسفانه، نه پیش کسی دوره دیدم، اصلا هیچ کلن خودم یاد گرفتم. تجربه یاد گرفتی؟ آره. سخت بوده حسابی؟ آره دیگه، سخت بوده دیگه. نه اینکه مثلا بگی چیز خوبیه این کارا که مثلا عالی اگه خودت مثلا یاد بگیری، نه خب ما هم دوست داشتیم شرکت کنیم ولی اون موقع شرایط مالی خیلی یاری نمیکنه ما بتونیم تو کلاس شرکت کنیم. اینه که مجبور شدم. کلاس هم کم بود، حالا کلاس هم به شدت کم بود و حالا همین الانش هم کمه. بودن مثلا پرودوسرای رپ فارسی همه بودن، کلاس داشتن، میدونی مثلا اون موقع. آره ولی خب خیلی محدود بود و خیلی کم و هنرجی‌ها محدود و یکم کلا شرایطش سخت. آره ولی آموزشگاهی بودن که مثلا میکس و مستر، حالا مثلا خیلی مهم نبود پیش مثلا یه پرودوسر رپ فارسی باشی که، یعنی ما تا اونا رو هم نمیتونستیم. ولی خب نمیگم این چیز خوبیه، اتفاقا این چیز خیلی اوکی نیست، یکم سرعت پیشرفت رو کند میکنه. ولی خب من چون خیلی علاقه داشتم شرایطم ایزون نبود دیگه، مجبور شدیم که خودمون کارش رو. درباره رپ فارسی هر سدی گفتی از اول بودی و اینا، کدوم آهنگ بود قلقلکت داد گفتی منم میخوام یه آهنگ مثل این بدم که قشنگ آورده تو کار؟
یه دونه ماله چیز بود، یه دونه آهنگ بود از هیچ کس، بعد اول اسکول بود توش میگفت چی، من بیتشو خیلی حال میکردم، بیتش مال خودش نبود اون موقع، بیتا کاور بود یاد باشه، من بیتاشو حال میکردم، یعنی اول آخرم باز برمیگرده به رپ اون ور. خب ولی یه دونه آهنگ بودش بیتش خیلی باحال بود، نمیدونم یاد اصلا یادم نمیاد مالکی، میگفتش به من بگو چرا همیشه یه خدا هیچ کس خونده بود، اسم آهنگش توهم بود، یادم نمیاد، خیلی قدیم، ببین من از نمیاد مال قبل تر از رضا تریپاک گوش میدادم به فارسی رو. اوه نه دیگه اونو من قشنگ ماجه راننده سرویس داشتیم، بعد این تو این بچهای رپرها بود، خب بعد جوونم بودی با بچه‌ها مثلا رپرای الان مثلا رفیق بود اون موقع تو پارک می‌رفت اینا راننده سرویس بود، بعد این هر موقع مثلا میومد خب همش داشت رپ گوش میداد، بعد تو سی دی مثلا ریخته بود آهنگا رو یا از این نوار کاستا که آیو ایکس میشه مثلا میذاشت تو زب میذاشت میخون، ما یه بار گفتیم بده اینو ما ببریم یه مدت گوش کنیم برات میاریم، میرفتیم مثلا رایت میکردیم و روش میوردیم گوش میدادیم. خیلی آهنگای قدیمی دارم، یعنی آرشیوای از یه سری بچه‌ها دارم که حاضرام مثلا پول بدم اینو من پخش نکنم. همون میگم این آخه این آهنگا که میگی اکثرا اصلا خیلی هاش همین الان که اصلا نمیشه اصلا پیدا کرد، اون موقع الان اصلا خیلی از بچه‌ها که الان کار میکنن اصلا اون موقع رو یادشون. آره 100%. خب پس آهنگ توهم گفتی از هیچ کس، با بیتش نمیدونم مالکی، خیلی آهنگ بود، مثلا یه دور رضا پیشرو تویی بود، چی بود اسمش یادم نمیاد، بگو سلام، نه نه آره بگو سلام هم بود، بگو سلام خیلی خفن بود، ولی اسمش ولی آره بیتاش خارجی بود، چیز بود بیتاش خارجی بودش، یعنی در اصل بیتای رپ فارسی که نبود، من بیتا رو آل کرده بودم، از اون اولم دنبال آهنگسازی بودم، یعنی اصلا به خوندن علاقه نداشتم، هنوزم ندارم و مخالفم نیستم، اگه پرودوسری میخونه عالیه، خیلی عالیه، ولی من خودم اصلا خوندن علاقه ندارم. اون آهنگا که میگی مثلا این بگو سلام اینا کلا اصلا کاور بود، من یادمه مثلا همون فلو، حتی اسم آهنگش فکر کنم آهنگ دکتر دره آیس کیوب اسمش هم هلوه، اصلا یادم نیست دقیقاً، بیتش هم یادم نیست، فقط مثلا آرشیوا رو یادمه، یه سری موزیکای مثلا این فنتی رو یادمه. بذار یه چیز خیلی بود آهنگای قدیمی که الان مثلا گوش کنی واقعا باورت نشه این آرتیستی که الان داره میخونه همون آرتیسته. آره از این آهنگا زیاد داریم، مثلا دیساجیلی زد بازی، دیساجیلی یه چیزی که همه شنیدن، یا آهنگ مثلا رضا پیشرو بود، البته تریپاک بود اون موقع، بکس ما بود اگه اشتباه نکنم، بعد راک بازار رو دیس کرده بود واسه میگفت بکس ما اینجوری میکنن بکس شما، من از اونجا به بعد اکثرا یه دونه آهنگ داشت اسمش جاسف 21 بود، ما خیلی خوب موقع بچه بودم فکر کنم 12 13 سالم بود اصلا. آره منم سنم خیلی کم بود اصلا، نمیدونم چه جوری آهنگ رو من پیدا کردم، من یادم مثلا سی دی آهنگ میرفتیم موقع بیرون مثلا میدادیم کافینتا میریختن اینا، اینترنت که همه نداشتیم، بعد تو اون مثلا چند تا بود، من آخه کلا یکی دو تا سایت بود دیگه، دو تا سه تا سایت بود دیگه، هر کی آهنگ میداد به گوش همه میرسید. آره دیگه، ولی خب ما هم موقع سنمون کم بود، اینترنت اینا هم که درست حسابی دایلاب میزدیم، دایلاب میزدیم. من یادمه یه زمان فول آلبوم میخواستم فول آرشیو زد بازی رو بگیرم، هر آهنگش 45 دقیقه طول میکشید دانلودش، خیلی سخت بود مثل الان نبود. من ببین خیلی مثلا یه میتینگا رو یادت، میتینگا رپ فارسی رو آره یادش بخوای، مثلا یه دونه من یادم الان گفتی، یه دونه بود اون موقع علی اوج اسمش علی کینگ بود، بعد میرفت آره آره فوق میگفت کی میتونه اینجا منو دیس کنه، یادش بخیر. خب آقا بیایم از این بحث نوستالژیک رپ فارسی بگذریم، و چی شد اسمتو گوشی بیت کوری، اصلا بیت کوری یعنی چی؟ من ببین معنی خاصی نداره روک بد بیم، من به خاطر فامیلیم بچه ها تو دبستان بهم گفتن کوری، خب بعد دیگه وارد مقطع راهنمایی که شدم گفتن خب خدا رو شکر اینجا کسی بهم نمیگه کوری، یه تعداد بچه های دبستان اومدن راهنمایی، بعد رفتیم دبیرستان به همین شکل، اومدیم دانشگاه باز به همین شکل، دیگه موند رو ما بیت هم میزدیم، بچه ها گفتن اسوزو بیت کوری، ما هم گوشیم بیت کوری، به همین سادگی، یعنی هیچ فلسفه، مثلا یه سری میگن این معنیش این میشه اینجوریه، نه هیچ فلسفه خاصی، بیت کوری خیلی هم راضی ام از اسمم، یعنی خیلی خوشحالم اسمم بیت کوری. آره بیت اسم میگم بیت اسم باحالیه، یادم نمیدونه مثلا معنی خاصی نمیتونه هیچ چیزی ازش برداشت آره. کنه مثلا خوبه. چرا مثلا آره. چی شد با امیر خلوت آشنا شدی؟ ببین من دو سالی واسه خودم کار میکردم، یعنی با آرتیستای نو نیم کار میکردم و اینا، بعد یه مدت تصمیم گرفتم یه سری کار از خودم منتشر کنم، یه سری اجرای زنده با درام پد و لانچ پد که میزدم، الان واقعا نمیدونم مثل اون موقع دل و دماغشو نرم دیگه اجرا بذارم، ولی تصمیم گرفتم یکی دو تا کار اینجوری کنم، بعد کارمو میفرستادم واسه پیج زیرزمین، کارمو فرستادم براش،
بعد فردا بهم پیغام داد که آقا مثلا من خیلی با کارت حال کردم و اینا، من با امیر صحبت میکنم بیا یه کار واسه امیر پرودیوس کن. اون موقع بازه‌ای هم بود که امیر با پرودیوسرش دیگه کار نمیکرد، حالا کاری به اون که چه اتفاقایی افتاد و اونا چیکار کرده بودن ندارم. بعد گفتش اوکی یه بیت گفت بفرست برای ما، یه بیت گنگم گفت بفرست. بعد منم مثلا خوشخیال واسه خودم یه ترپ نیو اسکول زده بودم، فرستادم واسه امیر. امیر گفت این چیه دیگه؟ گفتم بیت دیگه. گفتش نه نیو، آخه قشنگ یه سبکی که امیر اصلا علاقه نداره. گفت نه اصلا اینجوری نیست. گفتم اجازه بده من درستش میکنم. برگشتم دو استودیو یه دونه دیگه زدم، ترک جانی بود. بعد زدم فرستادم، گفت اصلا این اوکی و اینا. بعد دیگه گفتش که من ضبط میکنم، حتی من با منیجرش در ارتباط بودم، گفت ما ضبط میکنیم برات وکال میفرستیم. گفتم من خودم استودیو دارم. گفت چقدر خوب، میایم اونجا ضبط میکنیم بعد میدیم میکس. که من گفتم من خودم میکس میزنم. گفت خب پهله دیگه، میایم اونجا میخونیم خود کارشو بکن. دیگه کار اول زدیم، خیلی فیدبکش مثبت بود، خیلی مثبت بود. بعد شد ترک بیرنگ واسه آلبوم اووردوز و تا الان که 3 سال و نیم، نزدیک 4 ساله داریم با هم کار میکنیم. اوکی، اینجا که گفتید با آهنگسازش به مشکل خورده بود، برای همون زمان داستان مرکز رکوردیناس که اومد بیرون و این حرفا دیگه. نمیدونم مال مرکز بود یا واسه یه آهنگساز دیگه بود که تو اصفهان باش کار میکرد، حالا اسمش رو اینجا نمیگم، ولی آره قضیهش اینجوری بود. یعنی یکم مثلا اونور یه داستانایی داشت، من خیلی تو ریز جزئیاتش نیستم. اوکی، خودت با مرکز رکورد مشکل نداری؟ بعضیا پرسیده من بودن. من کاری ندارم به مرکز. آخه استدیو مگه با استدیو میتونه مشکل داشته باشه؟ نمیدونم، بر یه خصومتی چیزی کلکلی. اونا با ما مشکل دارن، ما کاری نداریم، نشستیم جداییم کارمون رو. پس اونا مشکل دارن. نمیدونم آخه ببین، تو وقتی یه نفر برات 8 تا استوری میذاره، به نظرت من مشکل دارم؟ نمیدونم، شاید یه اتفاقی افتاده. سه ساعت یه بار یه استوری برات میذاره، به نظر من مشکلی نداری. یه چیزی من گفتم اونم ناراحت شدن. اینا مشکلی که بگیم. خب چی گفتی؟ من یادم نیست. پدر کشتگی داریم. نه خب من اصلا منظورم به چیز بود، کلی داشتم میگفتم. حالا بگذاریم، خیلی مسئله چیزی نیست، ولی منظوری که استدیو با استدیو مشکل داره که خیلی قضیه چیزی نیستش که مثلا بگه خیلی مثلا الان داستان میشه اینا، اصلا فان بیشتر. ببین چی میگم، خیلی هم من پیگیری نکردم. حالا اوکی، حالا اینو گفتید، میخواستم اول بریم در برای آهنگسازی اونا حرف بزنیم. رفت یکم حاشیه شد، یکم حاشیه بپرسیم. بعد بهش رفت تو حاشیه دیگه، از شروع رو رفت. آره یه استوری گذاشته بودی و داشتی میگفتی اینا که نیو میخونن، طرف اصلا 20 دقیقه آ میکنه اول آهنگ و اینا. به کی میگفتی؟ چی بود؟ نه ببین، یه سری بچه ها هستن خب مثلا نیو اسکول میخونن، ولی خیلی قشنگ این کار رو دارن انجام میدن. یعنی حتی اگه مثلا یه فاصله میندازه، خب مثلا یه مصرعی چی نمیگه، سکوت می، قشنگ داره اجراش میکنه، معلومه درک کرده قضیه رو، میدونه اونو الان اون فاصله رو با کجا بندازه. ولی یه سری ها فقط کپی فهم کنه، مثلا الان فاصله بندازیم باحاله، نمیدونه که بابا این باید تو روندت مثلا شعری که تو نوشته باشی عقب بهش فکر کرده باشی. هستن کسایی که مثلا رپ فارسی کار میکنن و نیو اسکولن و من همه رو گوش میدم، خوبم هستن. من منظورم اونایی که کپی میکنن. چی میگن؟ این کپی ها خوب نیست. اونایی که خوبن کیان؟ ببینیم نظرت چجوری هست. تو استعدادهای جدید؟ آره اونایی که نیو میخونن. ما یه سری استعدادهای جدید استدیو خودمون خیلی دوستشون دارم. مثلا سینا قیام، آریان صدا، میثاق، مثلا این سه نفر ستاییه که من خیلی دوستشون دارم. بچه‌ای که باهاشون کار نمی‌کنم، دورا دور گوش میدم. خیلی چیز، من بیشتر بچه‌ها خودمون آخه گوش میدم. بذار مثلا کیارب مثلا خوبه، مجهول خوبه، اینا بچه‌ای که دورا دور با هم سلام علیک داریم، یعنی خیلی با هم کار نکردیم تا. بچه‌ای که با انگیزه دارن رو به جلو کار میکنن. دیگه هیپاپولوژیست خوبه، اونم از دوستامه، اونم خیلی خوبه. اون که بمبه هیپاپولوژیست اصلا. آره هیپاپولوژیستم خوب، اسمش چیه؟ تلفظش آره مثلا اونم خوبه. دیگه بچه‌های دیگه خوبن، همه خوبه، جدیدا همه خوبن به نظر. نسل جدید خیلی بمبه، من خودم خیلی به آینده رپ فارسی امیدوارم. یکم شرایط براشون بهتر بشه، یه سری فرهنگ، مثلا من ترک همه رو حمایت میکنم، یعنی هر کی میذاره واسه فروش میخرم. یعنی چی میگم؟ یعنی همه بچه‌هامون، بچه‌ها خودمون، بچه‌ای که من تو نمی‌شناسمش ولی دیدم گوشته واسه فروش، میرم میخرم. حالا یا با قیمتی که خودش گفته میخرم، یا اگه میشه چیزی مثلا خودمون قیمت تعیین کنیم، یه چیزی که مثلا لااقل یه مقدار چشمگیر باشه، حمایت میکنم که جا بیفته این فرنگی. ما خدامونو داریم دیگه، کسی غیر ما نیست کمک ما کنه.
دقیقا دیگه، وقتی آخه خودمون انتظار داریم حمایت و خرید و اینا، خودمون هم باید انجام بدیم. نمیشه مثلا بیام جلو آقا ترکا رو بخرید بعد خودم مثلا نخرم و این حرفا. درسته. حالا درباره استعداد حرف زدیم، یکی دو تا اسپی بریم ببینم میشناسی. مثلا رادوچی، آیسم، اینا رو میشناسی؟ رادوچی نه. اینا هم بچهای باحالی ان تو نیو. بفرست برام. حالا نمیشه. بفرست برام. آره ردیفه. خب آقا حالا رفتیم تو این داستانه، یهو بیام تو آهنگسازی چیزه. بذار سوالا اینو برای تموم کنیم بعد میریم سراغ حالا سوالا آهنگسازی رو هم می‌کنیم. به نظرت بهترین آهنگسازای رپ فارسی کیه؟ 5 تا نام ببر. 5 تا که خیلیه. ولی مثلا 20 تا آهنگساز تاپ داریم. آخه همه چیزن، همه خوبن. منو دوست ندارم از این چیزا، مثلا بعدن یادم میاد افلانیو نگفتم مثلا ناراحت میشم. بعد من از اینام که تا عمر دارم بهش فکر می‌کنم که مثلا 20 سال پیش من اینو میگفتم نگفتم. ولی مثلا خوبا زیاد، مثلا خواهم مرادیدن حال میکنم، مهدیار رو حال میکنم، مثلا اینا همه رو دوست، هر کی کار خوب بده حال میکنم. اینجوری بهت بگم. خب کیا به نظر سلیقته بی؟ حالا همین دوتایی که گفتم سلیغت. با اینکه خیلی از هم دورن سلیقم. این دوتا مهدیار و مهراد. چیز چی؟ رپرها چی؟ رپرها به نظرت کیا خوبن؟ 5 تا. آخه رپرها هم همین جوری هن، هر کی کار خوب بده. من مثلا خودم که امیر خلوت رو خیلی حال میکنم. خب ببین یکی همیشه هست، من خودم جزو کسایی هم که کلن همه رو گوش میدم، حتی از اون زیرزمینی هایی که خودشون هم مثلا نمیشن سرم گوش میدم. ولی فهمیدم چی، ببین من تو پلیلیستم امیر خلوت هست همیشه گوش میکنم. هیچ کس هست، خود مهرات هست، بچه های ملتفت هستن، پلیلیستم ایناست. خیلی نیو اسکولا تو پلیلیستم نیستم، ولی گوش میدم. اینجوری نی گوش ندم یا مثلا مخالف باشم، اونا رو حال میکنم. میگم دیگه هر کی آهنگ خوب بده خوبه، حالا چه نیو اسکول باشه چه اولد اسکول باشه. ولی جوابت قشنگ نبوده. یه آدم میدونی مثلا آقا 5 تا برتر، این بهتره. این چه میدونی، من خودم مثلا یکی هست، حالا مثلا بهرام هر وقت آهنگ میده من اول، حالا مثلا این آهنگ جدیدشو که بماند، نمیدونم چرا اینجوری بود، نمیدونم گوش دادی یا نه. آره. ولی به جز ببین آخه مثلا آرتیستی که مثلا سالی آهنگ میده رو تو چه جوری میخوای بذاری تو پلی لیست؟ خب ببین دوست، مثلا من یه جوری هم که بهرام آهنگ میده، من مثلا قرار فلان ساعت بیاد واسهش ساعت کوک میکنم. میدونی که مثلا بیاد از نه حاجی، من در حد ساعت کوک کردن الان نیستم، قدیم بودم ولی الان اصلا. آره. حالا نظر داجی با آهنگ بهرام چی بود جدیده؟ ببین با دقت گوش ندادم حاجی، ولی دوروبری ها بچه ها هر کی نظرش رو مثلا گفته همه ناراضی بودن، نمیدونم چرا. آره منم واقعا، من خودم بد طرف داره بهرام، اما من گزارش هم دوستشم، ولی این آهنگ رو اصلا نتوستم درک کنم، مخصوصا ورس یکیش. من مثلا ای پی قبلیش هم مثلا فکر کنم ناراضی زیاد داشت. ببین آخه آره، ولی من اونو دوست داشتم. حالو ببین یکی دلایل این ناراضی بودن ها اینه که همش از آرتیست میخوان خودشو تکرار کنه دیگه. مثلا همه برام اینجا ایرانه و نمیدونم 24 ساعت و دل نوشت و نمیدونم گله نکن و آلبوم سکوت، الان تو این فضا میخوام. بعد اون آرتیست خب هی داره روش میکنه، طرز فکرش عوض میشه دیگه، نمیتونه اونجوری آهنگ بده. ببین آخه نمیدونم آهنگو، آخه ببین مثلا میگم مثلا من گزارو برای همین دوست داشتم، چون مثلا میبرده دیگه داستانای میورد، بعد فکر میکردی فلان بالا قافیهاش هم خیلی جا رایج. ولی مثلا اینو رایماشو میدیدی همه بلدن بخونن، همه بلدن بنویسن. آره ولی از ببین آخه بعد خیلی فکر کردم میگی الان یکم سخت شده بشینی یه موزیکو گوش کنی برید، انقدر دغدغه و مشکل ها زیاد شده، اصلا ملت کلا ساده گوش کن شدن، حال ندارم برن توی دنیا. آره خب ببین رپ دیگه، رپ زبون عامیانه است دیگه، باید خیابونی آره باشه. آره مثلا یه سری آهنگا رو گوش میکنی جدی، باید لغتنامه ده خدا بغل دستت باشه. یه سری آره کلمه هاشو حتی من تو ده خدا هم پیدا نکردم. میدونی چی میگم؟ نه بهرامو آره. نمیگم، کلا میگم، یعنی میگم الان یکم میدونم سفیر مثلا منظورت سفیر و ایناست. من اونا رو اصلا گوش نمیدم، سلیقم نیست واقعا، اصلا سلیقم نیست. سفیر خیلی سخته واقعا، سفیر باید بیاری علامه ده خدا هر بیتی که میگه اصلا حاجی سلیقم نیست. کارشون خوبه تو ژانر خودشون خوبه، ولی من اصلا یه دونه آهنگ با ازش گوش دادم، اونم فیت با امیر خلوت. ولی آهنگای باحال هم داره، مثلا مثل آهنگ کلاغ و اینا، اونا خیلی ببین خیلی دارکه. خب بعد ما خودمون، ما الان استادیوم داداش کلا همین قد نوریه که میبینی، بعد فکر کن مثلا تقریبا روز 17 ساعت اینجا، بعد بیام یه موزیک دارک هم بخوام گوش کنم که از زمین و زمین افسرده میشیمش. حالا من اصلا افسردگی سابقه اش هم داشتم دیگه، میدونی اشتباست نکنی بهتر. اوکی خب بریم سراغ بحث آهنگسازی. اونه که سوالی که بچه ها داشتن، یک آهنگسازی که حالا چون خودت هم از صفر شروع کردی و گفتی بدونه مربی و این داستانا،
من الان میخوام بیام از صفر شروع کنم، از کجا باید شروع کنم؟ باید برم دنبال چی؟ دنبال یوتیوب. آفرین، جواب خوبی. ببین ما با شیرین رادفر استاد چنرافه مثلا کاره مثلا میشناسید صحبت میکنم، میگه اگه ما روزی جایزه‌ای بگیریم تقریبا 70-80 درصدش رو ببریم بدیم یوتیوب، چون مدیون یوتیوبیم. من اگه یوتیوب نبود آهنگساز نمیشد. هم یعنی تو یه ویدیو تو یوتیوب پیدا نمیکنی نشونه من بدی من نایده باشم. یعنی بغل دستم یه پیگیری دیگه، پیگیر و دنبالش گشتی. هنوزم که هنوز پیگیرم، یعنی یه من بغل دستم داره پلی میشه یوتیوب، همینجور ویدیو میبینم که چیکار کرده. خارجی ها، ایرانی ها نه، مثلا ایرانی که خیلی کمن، اصلا تازه داره شروع میشه. آره ایرانی 5-6 تاست، تازه اون 5-6 تا هم راد نمیندازه. میدونی چی میگم؟ راد نمیندازه بگی مثلا کارات میشه. چون اونا هم خودشون مثلا دقت کنی آرتیستایی هن که تو رپ فارسی نیستن، کسی که دارن یه آموزش میدن، مثلا من کاری ازشون نشینم. تو من حتی به زور یه سری بچه هایی که مثلا پرودوسرهای معروف هن تو رپ فارسی گفتم آقا بیایید بکنید این کار رو، مثلا طرز فکر اینجوریه که داداش مف بیام آموزش بدم. میگم بابا اه چرا؟ خب تو خودت مف یه آموزش دیدی، خب بیایی دوتا نکته بگو. من مثلا به آخه مفتم نیست، اگه کارت خوب باشه یوتیوب درآمدش هم داره. آخه حالش رو ندارن بیان مثلا بخوان 4000 ساعت واچ تایم پر کنن. میدونی چی میگم؟ 1000 تا سابسکرایب. بعد طرف میگه که مثلا من مثلا پیجم مثلا انقدر کا اینستاگرام، یهو میام یوتیوب مثلا به 1000 تا سابسکرایب نمیرسم زایه میشه. میدونی چی میگم؟ یه طرز تفکر، یه خاکخوری داره یوتیوب. تو هر چقدر خوب باشی یه دو سه ماه خاکخوری داره، باید بدون دستمزد کار. آره دیگه هر کاری سختی خودشو داره. اینه که اصلا نمیان آموزش بدم. من هر چی هم گفتم، من مثلا به شیرین رادفر گفتم گفت اوکی من میام. میدونی اومد یه برنامه راجع میکس ماستر داریم خیلی خفنه. یعنی من بحثایی که اون تو میشه شما تو کلاسای خصوصی تا شب پیدا نکنید. خب ولی به هر کی دیگه میگیم نه داداش بیام یاد بدم که چی بشه، شاخ میشم برای خودمون. میگم بابا چه ببین طرز تفکر 10 سال پیشه دیگه. این طرز تفکر 10 سال پیش موسیقی. حالا امیدواریم که اینم اوکی بشه و حالا همه هم بیان آموزش بدن، اوکی نی، ولی اونایی که واقعا بلدن میتونن آموزش بدن بیان، و چون جوونا دستشون راه بیفته بتونیم رپ بهتری داشته باشیم. یه سوال خیلی‌ها کرده بودن، اینو من خودم جواب بدم با اجازهت. خیلی‌ها میگن که آقا ما از چه سنی شروع کنیم، از چه سنی بهتره؟ از هر سنی شروع می‌کنی شروع کن، پشتشو بگیر، وقت بذار. حالا ولی هر چی کمتر بهتر دیگه، ولی هر سنی هستی وقت بذار، برو 100 درصد. ببین من خودم سنی که شروع کردم بهت بگم خندت میگیره. من مثلا 15-16 علاقه داشتم، ولی خب فقط مثلا صرفا علاقه بود. بعد که دیگه شرایط یه جوری شد که حالا کاری ندارم، من 21 سالگی شروع کردم. یعنی شاید تو 6 سال این طول کشید. آره من 2 سال روزی 12 ساعت کار کردم یوتیوب، فقط یوتیوب. 23 سالگی رسیدم به اون چیزی که میخواستم. خیلی به همین راحتی بود. ولی خب مثلا 8 صبح کار میکردم، مثلا تا 12 شب ویدیو آموزشی میدیدم. آره همچین میگی راحتی 12 ساعت روزی ویدیو میدیدی؟ چرا راحتی؟ آره دیگه. نه حال میکردم. خب آخه اینجوری نبود، بیگاری که نبودش که، عشق. آره خیلی حال میکردم. مثلا خواب میکس و مستر میدیدم، خواب پرودوسرینگ میدیدم، اینجوری مثلا اینقدر تو قضیه بودم. آره حالا اینم خواستم ازت بپرسم، تو میگم تجربه‌ای که به این سطح رسیدی دیگه، گفت دیگه 2 سال روزی 12 ساعت پای ویدیو بدون هیچ کلاس و آموزشی و اینا، یعنی میشه. ببین یوتیوب همه چی توش هست. حالا شما میتونی هزینه کنی، میره یه نفر راهو نشونت میده، خب زودتر به قضیه میرسی. میدونی مثلا شما مثلا 2 سالی که من مثلا گذاشتم، اگه 6 میلیون پول داشتم 6 ماه میرسیدم. میدونی چی میگم؟ ولی خب بالاخره نمیتونستم هزینه کنم، شرایط مالی اوکی نبود، خودم یاد گرفتم. ولی نه کلا به نظر من این راه خود آدم اینجوری بره خیلی چیز سره، چون انقدر گیر و داره هی میفته، هی پیدا میکنی. آره ولی مثلا یکی بیاد بده یه جزوه بده، هی بخوای بری هی دوباره. نه آخه ببین جزوه بده، من یه بار یه جلسه کلاس مستر کلاس رفتم پیش یه استادی، اونم ایرادای میکسمو درست کنه. خب که اونم مثلا هزینه ای از من نگرفت و اینا. ببین انقدر سوال بردم واسه طرف، یعنی میگو تو اینا رو کی بهت گفت؟ گفتم همه رو خودم بهش رسیدم، تو فقط جواب بده دخالت نکن. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا طرفم که من مثلا 4 ساله دارم دوره میبینم، در صورتی که اصلا هیچ دوره‌ای ندیده بودم، یه سری سوالا که دیگه واقعا تو یوتیوب پیدا نمیکرد. میدونی چی میگم؟ اینجوری بود قضیه. درست اون سوالا رو همین دیگه، اگه نمیگشی پیش که پیدا نمیکردی. پس برام یه آدم خودش بشینه کار کنه پیشو بگیره خیلی بهتره به نظر من. به نظرت چه کاری میتونه یک آهنگساز و حالا یه آرتیست جدید و از پیشرفتش باز داره؟ مثلا
یه حرکتی که میدونی من انجام بدم با اینکه کارم خوبه ولی باعث بشه حمایت نشم. چه سوال سختی پرسی، یه بار دیگه بپرس. ببین چه حرکتی یا چه راهی رو من اگه به عنوان یک آرتیست جدید برم ممکنه که آیندهمو خراب کنه تو این راه. ببین با اینکه حتی استعداد دارم. یه حرکت نیست، چند تا حرکته. یکیش حالا چه حرکت هایی؟ حالا تو راه آهنگسازیش اینه که شما گوشت محدود باشه، یعنی مثلا فقط رپ فارسی رو گوش میدی و میخوای شبیه بیتای رپ فارسی بسازی، در صورتی که تمام کسایی که دارن رپ فارسی بیت میسازن خودشون چیز دیگه ای دارن گوش میدن و میخوان شبیه اونا بسازن، میدونی؟ این یه قضیه. قضیه دومش دله بودنه. شما خیلی زود میخوای پیشرفت کنی، یعنی میخوای مثلا یه بیتو به یکی دادی بعد یه آرتیست بهتر پیدا میشه اون بیتو از اون میگیری میدی به اون، مثلا نمیدونم یه سری کارهای این تیپی، یعنی زود میخوای پیشرفت کنی، زود میخوای به آرتیست های بزرگ بس بشی، میدونی؟ اینکه میخوای زودتر قدم های بزرگ برداری باعث میشه که بیشتر جر بخوری تا اینکه پیشرفت کنی. من والا تو لایک خودم بودم، من داشتم کار خودم رو میکردم، بعد دو سال و نیم صبح و شب کار کردن، دو تا حرکت کردم، خب یه سری درارون باز شد، بعد تازه از اون لحظه شروع میشه کار تو، میدونی؟ یه جمله قشنگ یکی میگفت شانس میشه تلاقی آمادگی و فرصت، یعنی اون موقعی که اون فرصت برای تو پیش میاد تو آمادگیشو داشته باشی، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا اون لحظه که مثلا امیر بنگو این بیتو بزن، من کلا نیم ساعت 40 دقیقه بیتو زدم، حالا تو فکر کن من میخواستم 3 روز بشینم رو بیت مثلا فوکوس کنم، یعنی انقدر آماده بودم. مثلا رضا پیشرو میگه مثلا ورزشکار شما وقتی رابطت قد میشه بدنت باید گرم، همیشه بدنت گرم باشه، آماده باشی، میدونی؟ که اون موقعیت پیش میاد سری خودتو نشون بدی. حالا اینکه مثلا تو بیای نمیدونم مثلا یه سری حرکت‌های عجیب غریب بخوای بزنی و تازه بگی من کارم خوبه، از خودت، من هنوز که هنوز از خودم ناراضیم، یعنی کار به کار از خودم ناراضیم، میگم ای بابا چرا این ضعیفه، دوره کار بعدی میسازم، مثلا میگم ای ول چه عالیه، میاد بیرون میگم نه اصلا کلا با خودم مشکل دارم همش، میدونی چی میگم؟ به هیچ کدوم از کارهای خودم آدم باید خیلی خودشون، من به هیچ کدوم از کارهای خودم نمره کامل نمیدم، اصلا بهترین کارم هم من نساختم اینجوری بگم. درست، آره اصلا اعتماد به نفس کاذب که آدمهای بگه این بهترینه فلان، کلا واسه اعتماد به نفس ضرر میشه. اکارم مطمئنم ایرادی توش نیست ولی خودم راضی نیست. چیزم هست یه مسئله دیگه که هست، هی نباید خودتونه تکرار کنین، دنبال پیشرفت باشین، یعنی اینکه آقا من یه کاری میزنم خوبه هی اداشو درارم، دنبال پیشرفت، چیز جدید یاد بگیرین، همیشه چیز جدید هست، مخصوصا توی مبحث آهنگسازی که هر روز یه سبک جدید میاد، هر روز یه چیزی اضافه میشه، آپدیت باید باشن، اینم آره خیلی مهمه. و یه موضوع هم به نظر من به روز باشن دیگه. یه موضوع دیگه هم آره دقیقاً به روز بودن. یه موضوع دیگه هم هست به نظر من میتونه ضرر بزنه، سیاست کاری ضعیفه. مثلا یه آرتیستی هست همه رو دیس میکنه، به همه میپره و فلان، اینا همه با شرایط خوبی ندارن، تو برای اینکه دیدشی بیای مثلا یه بیت برای این بزنی که این بقیه رو مثلا روش دیس کنه، خب سر اون داستان ممکنه که بقیه باهات مثلا گارد بگیره. ببین یه سری آخه داستانا حاشیه اینجوری هست، شما وقتی توی تیم شما پایبندی داشته باشی، مثلا من تو مثلا جانا. تیم امیرم، خب دیگه من مشخص تکلیف کاریم، خب اینکه حالا مثلا من دیدم یه سری آهنگسازی دیدم طرف تو تیم یکی دیگه است، یواشکی داره کانکت میزنه به یه جا دیگه، مثلا با یکی دیگه میخواد، خب اینا چه کاری آخه، مسخره. حالا تو فکر کن اصلا یه کارم زدی، اگه تو با یه کار از 100 پله میری بالا که بیا من همین الان کانکتت میکنم برو بزن، میدونی چی میگم؟ یه شما پایبندی داشته باشی به گروهت، به تیمت، با هم کار کنید، باعث رشد هم شید. حالا اون طرف با 4 نفر مشکل داره، خب تو هم باید تیم دیگه قضیه، میدونی چی میگم؟ خیلی پرودیوسر نباید فکر سیاست کاری باشه این وسط که مثلا بخواد همیشه واسه خودش یه حالتایی بذاره، یه راه فرار بذاره مثلا، یا بخواد بعد تمرکزش رو موزیکش باشه، رو ساختش باشه، تمرکزش رو خودش باشه. من اینجوری ام، من یه مدت مثلا خیلی درگیر حاشیه میشدم، یه بارم یه دونه حالا این چیزه من از عمدم نبوده، خیلی شوخی بود قضیه، یه دونه آهنگ داده بود لیتو در قندون لب خندونه که میگفتش، بعد من داشتم گوش میدادم بس جیبت با خلصه، آره داشتم گوش میدادم، بعد دیدم خدای چقدر این در قندون لب خندونه آشناست، بگم خدای من اینو کجا بخوام کنم در قندون لب، یادم افتاد که سلطان عموپورنگ یه دونه ترک بسته بودش، همینو استوری کردم، خب همه جا پخش شد، یعنی تنها حاشیه من به عنوان یه پرودیوسر همین بود، یعنی اصلا الان دیگه تو این شرایط یکی دو سال کار به کسی ندارم، فقط کارم تمرکزم رو کارم، رو چنل، رو ترک بچه‌هاست،
حالا فلانی فلان حرفو زد، فلانی فلان کارو کرد، من نیازی به آشیا ندارم، فقط دنبال اینم که کارمون بهتر شه، کار خودمون و تیم خودمون بهتر شه و با هم پیشرفت کنیم. آره تمرکز رو کار دیگه آره. خیلی تاثیر داره. خب سیاست‌ها رو بررسی کردیم و دیدیم با هم دیگه، یه بار دیگه ببینید، یادداشت کنید و اگه تازه کار هستید حتما استفاده کنید و تمرکز روی کار خیلی مهمه. شما بیشتر به جای اینکه سرتون تو کار بقیه باشه، سرتون تو کار خودتون باشه خیلی خفن‌تره. خب از این بحثا بگذریم. سوال زیاد بود که آقا منی که میخوام آهنگسازی یاد بگیرم با نرم افزار کار کنم، حتما باید سازی رو تخصصی بلد باشم یا نه؟ نه، ولی با یه آشنایی با یه ساز داشته باشی. حالا اینجوری که دیگه کلا ساز هیچی نه. من مثلا خودم پیانو نوازنده پیانو نیستم ولی بلد، یعنی مثلا یه مقداری ستار نوازنده ستار نیستم ولی بلدم. اینا رو هم حتی خودم یاد گرفتم. اینا رو هم حتی اصلا علاقه خودم بود. بعد من چون واقعا نمیدونستم راه چیه، خب مثلا نمیدونستم آهنگساز مثلا این کار، میکسمن این کار، صدا بردار اینه، لایو پرفورمنس اینه، فکر کنم یا یه کسی که استدیو داره با همه رو بلد باشه و من همه رو رفتم دنبال کردم، میدونی هنوزم دنبال میکنم، تقریبا روزی 2-3 ساعت وقت میذارم. آره ولی نیازی نیست مثلا حتما نوازنده حرفه ای ساز باشه، مثلا طرف انگشتاش رو پیانو نبینی، نه ولی یه سازی آشنا باشه، تئوری موسیقی رو بلد باشه، چیزه جزئی. دقیقاً آشنایی با نوت، به نظرم با آشنایی با نوت ها و آکوردها اینا خیلی مهمه. آره که شما میخوای آشپز باشی مثلا فرق ملاقه و گوشگو با ندینه، خب تو هیچ وقت غذا املت هم نمیتونی درست کنی. این چی میگه؟ درسته دقیقاً. این چیزو چی برای تئوری موسیقی برنامه ای نداری توی برای چنلت؟ گذاشتم چند تا گذاشتم گذاشتی؟ آره من ندیدم حتی. ادامه بس. آره اوکی خب بعد ما موزیک کار میکنیم. من قبل از اینکه اصلا این داستانا رو شروع کنم، من خودم هم نیمچه آهنگسازی میکردم، هم رپ میخوندم، ولی دیگه اومدم تو این داستان چیزی فعلا وقتش نشه دیگه. من یه دفعه مثلا صدبرگ تکس دارم، ولی خب خودت هم موزیک میخونی؟ جدی میگی؟ من نمیدونستم. آره من بابام معلم موسیقی بوده، بعد حالا مثلا هی میگی من خودم یاد گرفتم. بابام هم مثلا زمانشاه، مثلا باباش هم یکم اذیتش مثلا میکرده که گیتار چیه مثلا فلان اینا، مثلا بابام هم اینجوری بوده که خودش یاد گرفته بعد معلم موسیقی شده بود و خیلی جا درس میداد و با خیلی آشنایت داشت. من از قدیم مثلا تو خونه‌مون مثلا حتی مثلا بابام کلاس میذاشت اینا آموزش میداد از قدیم، ولی خب چون تنبل بودم هیچ وقت ساز یاد نگرفتم، یعنی مثلا ساز اصلی بابام هم گیتار بود، من گیتار متنفرم. ولی الان خیلی دیگه درگیر چنل و اینایی، من فکرم روزی دوتا پست داری میذاری. آره دیگه، حالا روزی دوتا که یه زمان دوتا، بعد بعضی وقتا چیز، ولی خب کاراش دیگه بخوای حاشیه ها رو دراری، هماهنگی مصاحبه ها و تماسکاری دیگه خود میدونید چه داستانایی و دیگه وقتش نشد دیگه، ولی تو فکرش هستم. بعد مثل خودت هم میگی مثلا کارامو مثلا به نظرم باید قوی تر باشه و فلان و اینا، من به نظرم میخوام کار بدم باید کار پشمای خودم اول بریزونه، یعنی اون موقع که خودم گفتم واه این چیه، اون موقع شاید پخش کردم، ولی خب وقتش هم الان نیست. حالا خودم بخواد ببینیم چی میشه. ببین حداقل سیستم برای آهنگسازی، البته حداقل سیستم منظورم اینه که امکانات، چون خیلی ها میگن آقا ما امکانات نداریم، ما میدی نداریم، ما کیبورد نداریم، فلان این داستانا، به همه اینا لازمه برای شروع یا چی؟ ببین من 4 تا میدی دارم، 2 تا درام پد دارم، یه سینتی سایزر، بیتا با موس میزنم. بیا خیلی قشنگ افتاده، یعنی ناشش کاش میشد دوربینو برگردونم ببین مثلا اینا، یعنی اصلا هیچ کابلی هم بهش وصل نی، ناشش نمیدونم پره، اینجا یه دوربینو بچرخونم پره وسیله است، ولی اصلا حال ندارم، فقط با موس، تازه موس هم از این سیم داراست، بی سیم نیست. بیا پس یه سیستمی که بتونه نرم افزار رو فقط نرم افزار رو بیاره بالا، باقی کاراش خودمون میکنه. اوکی پس بهونه نیارید میخواید شروع کنید، من میدی ندارم و من فلان و اینا، کارتون رو بکنید یاد بگیرید. آره درسته. حالا مثلا میخوای حرفه‌ای تر چی؟ خورد خورد دیگه. منم از اون اول که مثلا من 3 تا میکروفون دارم تو استدیو، مثلا میدونی از اون اول که اینجوری نبوده درست. که الان خیلی خورد خورد اضافه کردیم بهش، بعد از اون اولش خیلی مثلا با یه کامپیوتر معمولی، دو تا این باند چینیا، نمیدونم موقع ایران بود یادت هست، مد شده بود، فقط صدا داشت، باندایی که جدید اومده بود خیلی بزرگ بود، ووفرای بزرگ داشت، مثلا فقط صدای بلند داشتش، مثلا با اون باندا مثلا کار میکردم، نه مانیتورینگ داشتیم نه مثلا میدی کنترلر، که اصلا تعطیل اورگ داشتم من، خیلی اوضاع خیتی بود، با اونا میزدم. بعد دیگه خورد خورد اضافه شد، هی اضافه شد، کار کردیم جمع کردیم اضافه. دمت هم گرم. یه سوالم خیلی هست، ما تو
که حالا این مصاحبه قبلی هم پرسیده بودیم ولی باز میپرسن که خیلی هم میگن آقا بهترین برنامه برای آهنگسازی چیه؟ ربطی نداره، ببین با چی حال میکنه. به نظرت برای شروع حالا رابرت کاربری کدوم آسون تره؟ گیجی نمیشه دیگه، دیفالتش افل دیگه. دیگه هر کی الان شما یکی تو خیابون بیاری اینجا میگه من دوباره اینجا ضرب چیدم. میدونی چی میگم؟ افل دیگه دیفالتشه. ولی ایبلتون هم خوبه. من اگه مثلا برگردم اون موقع که تازه شروع میکنم، اون کسی که این افل رو داد دست ما، سی دی رو داد دست ما، اونو من باشم ایبلتون رو ازش من میگرفتم. ولی دیگه الان افله، ولی خب الان همه رو بلدم، کیوبیس، ایبلتون، افل، لاجیک، سونار، استودیو وان، همه رو بلدم. ولی خب شروعش دیفالتش افل. اوکی، راحت تر. حداقل هزینه برای ساخت یک استودیو خانگی تو این تبره الان که اصلا ولش کن، نرو استودیو بزن ها. اصلا زدی هم نمیتونی بچرخونیش، زدنش که مهم نی، اینکه بتونید زنده بمونی مهمه. من الان تقریبا از 15 تا استودیویی که تو تهران از دوستان بودن فقط من موندم. نه بابا، فقط من. اجاره ها تا خیلی زیاده، میدونی؟ بعد تو نمیتونی مثلا واسه یه آرتیستی که ببین، آرتیستایی که مثلا بچه‌ها براشون کار میزنن، خب قاعدتا 17 18 ساله، 20 21 22 یا بچه 17 18 ساله 22 23 ساله که مای 20 میلیون که درآمد نداره که بیاد مای 6 تومن هم بخواد به تو بده. میدونی چی میگم؟ تقریبا الان فکر می‌کنم فقط من از اون 15 16 تا استودیو بچه‌ای که مثلا کار می‌کردن فقط من موندم. هستن کسای دیگه ولی هی دارن هر سال کوچیک‌تر میشن. هی ملکا داره کوچیک‌تر میشه، استودیو داره کوچیک‌تر میشه. ادغام میشن، دوتایی با هم میزنن، سه‌تایی با هم میزنن. استودیو زدن مسئله نیست، این که بتونید واسه بقای استودیو یه کاری بکنی مثلا. آره دیگه، حالا خیلی آخه مثلا دیدی دیگه بعضی به حالت دلالی و حالا بیایم تو این کار و اینا، اون که اصلا نه. جواب نیست. من یه استودیو، من اگه... 4 تا استودیو رو کاراشونو جمع می‌کردم، یارو فقط مشتری می‌گرفت. یعنی نه بیت بلد بود بزنه، نه میکس بلد بود بزنه، حتی ضبط هم درست بلد نبود بگیره، ولی مثلا میومد مثلا به ما ان تومن قیمت مثلا بیت بود، مثلا 100 هزار تومن میکشید روش، مثلا به ما میگفت مثلا 2 میلیون، ما 2 میلیون بهش بیت میدیم، میرفت میداد 2200. دلال بود، هنرمند نبود. شما واسه اینکه بتونی تو این قضیه باشی و هنرمند باشی، میدونی؟ الان مثلا یه جوری شده رپ فارسی 7 نفر تو پارک نشستن، 7 تا کمپانی هست، 7 تا لیبل هم به قرآن. مثلا به ما یه موقع پیغام میده، مثلا میگه منیجر کمپانی فلان هم. بابا کدوم تا اصلا کمپانی نمیدونی چیه، کاربردش نمیدونی چیه، میدونی؟ این که مثلا من کارم آره منیجر، خیلی موضوع خفنی. آره مثلا میگه من منیجر فلان لیبل هم. نشستن تو پارک 3-4 نفر با هم داداش یه گروه بزنیم، من منیجر، تو کاور بزن، تو بیت بزن، میشیم کمپانی فلان، یه پیج هم میزنیم و علی علی. میدونی اصلا به همه چی این وسط داره توجه میشه الا هنره. الا که بابا تو یه موسیقی خوب تولید کن، یه بیت خوب بزن، یه شعر خوب بخون، یه اجرای قوی داشته باش. نمیخواد حالا لیبل بزنی، کمپانی بزنی، استودیو بزنی. تو کارت خوب باشه هر استودیویی بری جات. دقیقاً. بعد آخه داستانی که هست اصلا نمیدونن اصلا چیه این خواستگاه، اصلا مثلا لیبل یا چه میدونم کلا کمپانی. طرف میاد فقط کانکت میشه با یه سری حالا کیف پول که اکثرا هم استعداد ندارن تو این وریوس آرتیست ها میبینیم، میاد اونا رو کانکت میکنه با یه سری از بزرگا بغل اونا میذاره. وریوس آرتیست ها رو گفتی؟ وریوس آرتیست های کیف پول وریوس آرتیست ها رو گفتی؟ آره دیگه. آره. خیلی هاشون واقعا مثلا همین من حالا اسم شنیدم اگه دوست نبرم اسم. ببین یه آلبومی بود، یهو میبینی کارو ما جمع کردیم، یهو میبینی کارو ما جمع کردیم اسمم. پس یه آلبومی بود ما دیدیم این اومده، بعد یه سری اسما رو بغل یه سری اسما دیدیم، بعد طرفو میدیدی حتی مثلا به اون نمیشه اصلا نمیشه اسم استعداد رو این گذاشت اصلا. ببین اصلا استعداد اینا خودشون رو خودشون میذارن. من بالای آره روزی رفیقاشون بودن، 10 تا پیغام دارم سلام استعدادم، سلام استعدادم که آخه یعنی چی سلام استعدادم؟ شما باید استعداد بقیه بهت بگن، میدونی چی میگم؟ دقیقاً با یه ورس، با یه دونه مثلا فری استایل که طرف استعداد تو بیاد 5 تا کار ببند، دو تا پنج تا اصلا تعداد کمیه، باید حداقل حالا حداقل. ببین یه زمانی طرف تو رپ فارسی 19 سالگی با 4 تا کار معروف میشد، 4 تا کار براش پرودوس می‌کردی معروف میشد، الان راحت با 40 تا کار بده و اصلا سن معروف شدنه رفته بالا، میدونی؟ مثلا همه 20 سالگی 21 سالگی معروف میشدن، الان کسایی که دارن معروف میشن استعدادات همه رو 24-5 هم.
دقیقاً الان خیلی بچه‌ها اصلا 90 دارن کار میکنن بچه‌های نسل شکل شما. مارکت عوض شده، حمایت نمیشه، حمایت نمیکنن آرتیست های معروف که اصلا حمایت نمیکنن، اصلا خیلی کم. چی بشه دیگه مثلا؟ چون اونا هم خودشون بالاخره دغدغه خودشون دارن، ولی یکم ببین به نظر من اینا در اصل داستان همین لیبل درست نبوده. آقا لیبل درست میاد چیکار میکنه؟ اسپانسر داره، فلان داره، یک استعداد رو حمایت میکنه، از بغلش درآمد میاره. ما نصف کسایی که الان هم تو رپ فارسی معروفن داداش، نصف کسایی هم که الان تو رپ فارسی معروفن نسل دو سه ان استعدادم نیستن، به واسطه رابطه معروف. خب دیگه این غلطه دیگه. خب اینجوریه دیگه، مثلا ما خودمون بالاخره من و تو داریم نسلای مثلا 4 رو گوش میدیم، میدونیم کسایی هستن که یه سریا رو قلقلک که چرت کنم پاره میکنن ولی اون مثلا 400 که مثلا یارو پیجش موزیک هم میده، حالا به فکر خودش مثلا داره مثلا نتیجه هم میگیره. میدونی چی میگم؟ حالا اسم نمیبرم کیان، ولی یه سریان که اگه همین الان نو نیم کار کنن بقال سر کوچه هم گوشش نمیده یارو. یعنی یارو بیاد همین الان نو نیم کار کنه، اسمشو بذاری بغل یه نو نیم دیگه، هیچ جایگاهی نداره. تو نسل یکم اینو داری، تو نسل یکم اینو داری. تو مثلا فکر کن سیجل الان بیاد یه آهنگ بده نو نیم، گوش میدی؟ خداییش ببین سیجل آخه کورساش خیلی باله. نه دارم راجع به رپ صحبت میکنم، کاری به کورس آرنبی و فلان نه، من دارم راجع به رپ کردن صحبت میکنم. به این بستگی داره. بعد من اینجا چون بی‌طرفم من نمیتونم اینجا نظر اینجوری بدم، میخواد جبهه گیری بشه. نه خب جبهه گیری کن، بستگی داره. نه دیگه مثال دارم میگم، یه سری واقعا مثلا دیگه نمیخوام حالا بیشتر از این اسم، ولی یه سری اگه یه جایگاهی هم دارن دیگه خودت که میدونی جایگاهی که داری و اگه برگردی از اول دوباره نمیتونی به دست بیاری، میدونی؟ دوباره اگه از صفر همین الان از صفر شروع کنی دوباره به اون جایگاه نمیرسی. پس اینقدر نزن تو سر کار بقیه. میدونی چی میگم؟ معرفم اینه، یعنی مثلا یه سری ها میان یه فازی میگیرن که مثلا فلان شخص رو من معروف کردم، اون فلان شخص معروف میشد. آره من از این حرف خیلی بدم میاد، تو ویدیو هم دو سه بار گفتم. بعد آخه مخاطبا هم میگم فلانی به فلانی مدیونه، با ما اگه استعداد نداشت که اون نمیووردش. نه حالا شاید اون یه کمکی کرده، ولی نمیتونی بگی اون معروف نمیشد. میدونی چی میگم؟ آره این کمکه که هست، من مثلا نمیگم که اون کمکه لطف به طریقه مثلا لطف اون آرتیست معروفیه که میکنه، ولی تو دیگه نباید هی بزنی تو سر یارو چی میگم یا مثلا بگی که اون همه بدن، تا مثلا یه حرفی به یارو میزنی یارو میگه من وقتی میخوندم تو 6 سالت بود. خب باری کلا چیکار کنم؟ پیکانم چه داری میزی به جی جی؟ آره نه اصلا به شخص خاصی برکی که این حرفو میزنه، پیکانم خیلی قدیمی تر از یه سری ماشیناست. میفهمی چی میگم؟ مثلا جیان بیاد بز... آره ببین خب این به شدت جیان بیادش مثلا به یه کمپانی جدید بگه ببین من وقتی ماشینم اومد بیرون تو اصلا داشتی لوبیا میفروختی. خب باری کرد، میدونی یه سری بحثای اینجوری یکم این از نسل یکم نشأت میگیره این صحبت ها. اینجوری نیست ببین، یه موقع همه گردن ها میندازن گردن مخاطب، ولی شما مثلا با خودت طرز برخوردت هم ببینی با بقیه دیگه، تو خودت داری همون جوری برخورد میکنی، پس چرا میگی مخاطب مثلا بد برخورد میکنه؟ تو خود داری یه جوری یکی دیگر سرکوب میکنی، میگی مثلا اینجوری اینجوری اینجوری، بعد به مخاطب میگی چرا مثلا طرز فکر تو مارکت اینجوریه. خب تو باید رهبری کنی این قضیه رو، من که نباید بکنم. دقیقا اینو که گفتی یه داغی بر من تازه کردی و به نظرم مقصد اون قدیما 10-15 سال پیش یه سری چیزها رو جا انداختن اصلا هیچ جای دنیا نیست. مثال فلانی میومد با فلانی درگیر میشد، اون میگفت من جوابتو نمیدم، چون جوابتو نمیدم خفنی. بابا ربیف تو مسابقه است باید گل بکنی، باید گل بزنی. این دو تا قضیه است، یه موقع هستش واقعا موزیک طرف باید در حد باشه جواب بده. خب در حد بودن مثلا هم نسلای هم بودن. آره. و فلان و آره یه سری این قضیه هم درسته که تو میگی که مثلا اینجوری رفتار میکنن برخورد میکنن اینا، ولی من کلا روی صحبتم با کسایی که خیلی فاز بابا بزرگ تو مارکت دارن، میدونی چی میگم؟ یعنی شما دیگه هر چقدر بابا بزرگ باشی دیگه یه تاریخ انقضایی داری، تموم شد دیگه، بعد خدافظی کنی. ببین آره ولی احترام هم به نظرم خیلی واجبه. ببین آره احترام موقعیه که ببین ما تو حالت عادی واسه همه احترام قائلی. من مثلا خشایار یادم 4 سال پیش خشایار تیک تاک فکت افتاد و زده بود، بعد گفتش که بیا تو فکت افتاد، من مثلا کار فرستاده بودم رفتم اونجا دوتا بیتم فروختم، تو اون شرایط مثلا افتضاحی من دوتا بیتم به بالاترین قیمت فروخته شد از طریق خشایار.
خب این حمایت بود، این تو ذهن من موند. الان هم کاری به هم مثلا چیزی نیستش که بگی که مثلا اون توی تیم دیگه است من توی تیم دیگه، بیف دارن با هم بچه‌ها فلان، ولی خیلی احترام قائلم براش. میدونی چی میگم؟ تا حالا هم نیومده به من بگه بابا تو مثلا فلانی، تو با اینکه من حتی تو تیم مقابلم، میدونی چی میگم؟ مثلا تو اینجوری، تو اونجوری، تو مثلا کارت اینه، مثلا بپیچ فلان، بعدش احترام گذاشته، به احترام هم دیده دیگه. ولی کسی که میاد بی احترامی میکنه، من چرا باید بهش احترام بذارم؟ مثلا جی جی بیاد یه حرفی بزنه راجع به کار امیر خلبت، خب داره به من میگه، من چرا باید بیام بهش احترام بذارم؟ تو خودت داری یه بحثی رو شروع میکنی که جواب بگیری دیگه، و حالا کاری هم ندارم، با همون چیزا داری خودت جلو نگر میداری. میدونی چی میگم؟ یعنی اون بحثا نباشه، اون بحثا رو از کارات بگیریم، یه بخش اعظمی از کارات اصلا باید خدافظی کنی باشون. میدونی چی میگم؟ این که بیای حاشیه درست کنی، ببین اینو طرف مثلا میگه که مثلا ما به امیر خلوت مثلا فکر نمی کنیم فلان، 60 تا جمع بزنی 60 تا استوری تا حالا گذاشتن. خب ما فکر نمی کنیم یا تو فکر نمی کنی؟ بالاخره تکلیف چه جوریه؟ ما که داریم کارمون رو میکنیم، تو ای چپ و راست داری استوری میذاری یه چیزی میگی، ما یه آهنگ میدیم نظر میدی، نمیدونم فید میدیم نظر میدی. خب این معلومه تو صبح و شب داری فکر میکنی. میدونی چی میگم؟ یا موقعی تو میگی احترام، احترامو کسی میبینه که احترام بذاره. نه ببین، من منظورم این، قبول دارم جواب های هویه، ولی خب یه زمانی هست که رپ کنه نسل 4 نسل 3 بعد خب وقتی من تو این راه هم یه سریا بودن این زمین خاکی رو بیل زدن آسفالت کردن که من الان اینجام دیگه. درست. من نمیتونم تو شروع کارم بیام شروع کنم تیک انداختن به اونا، شروع کنم به این. درسته، میدونی چه تو داری میگی؟ درسته آره، ولی یه موقعی یه انتقادای وارد، انتقاد آره، ولی اینکه مثلا من دیدم طرف مثلا نسل 3 یا مثلا میاد مثلا میگه آقا هیچکس، تو به هیچکس نمیتونی بگی تو کجا بودی که اون موقعی که اون مثلا داشت این کارو میکرد. آره دیگه، نبود اصلا، به دنیا نیومده بود همشون. آخه واقعا ببین الان دوباره هم قضیه شد که الان اون اون کارو میکرد تو به دنیا نیومده بودی. خب این که گناه طرف نیستش که به دنیا نیومده بوده که. نه میدونم، شاید اگه اون بوده خیلی بازی رو میوردی جلوتر، تو از کجا میدونی؟ خب نه بس اینجاست، ببین مثلا اون طرف اندازه سن این کارو کرده، خب من میتونم بیام مثلا به نظر من یک نسل 4 میخواد هیچ کسو دیس کنه، بعد بیاد ازش انتقاد کنه، انتقاد وارد، آره انتقاد وارد، ولی اینکه بیاد بگه آره من دیگه مثلا تو برو دنبال بازی رپ دست منه، این دیگه چه روور؟ آره من صدر جدولم فلان اینا، بابا تو مثلا میخواد به هیچ کس بگی من فلانی و اینا که 10 سال 20 سال زودتر نمیتونی بگیری. قبول آره، داری؟ آره اینو قبول دارم. ما ببین ما خودمون هم همینجوری، من منظورم اینجاست، ما هم یعنی احترام واسه نسل کیو هم واسه همه قائلیم. یعنی من تا حالا اصلا کاری ندارم توش کسی دیگه دیس شده باشه، میدونی چی میگم؟ اصلا کاری ندارم به کسی، دارم کارمو میکنم. من میگم آقا نسل جدید احترام میذاره، ولی هر چی میشه تو هی نزن تو سرش، تو نسل جدیدی یا خاک تو سره، تو نسل جدیدی، این دیگه دقیقا درست نیست. تو مثلا کجا دیدی هیچ کس بیاد به نسل یکی ها یه بار مثلا برگرده بگه که موقعی که من اختلافو دادم بچه جون تو کجا بودی؟ مثلا تو تا حالا دیدی این حرف هست مثلا هیچ کس؟ تو این حرف مثلا حسین دیدی؟ تو آهنگش به منتقداش گفت، ولی اینجوری که بیاد اونم تازه به منتقدایی که نسل 4 نیستن، به کسایی که همین نسل یکی های خودشونن. مثلا تا حالا حسین رو دیدی بیاد به یه استعداد بگه که موقعی که من این کارو کردم تو مثلا تو موز بودی؟ خب ببین تو شخصیت خود طرف باعث میشه که مثلا مخاطب چجوری برخورد کنه دیگه، میدونی چی میگم؟ یا مثلا حتی ملتفه نمیدونم تیم حسین، حالا بقیه تیما، یا مثلا خشار بگه موقعی که من پرودیوسر بودم مثلا تو تازه داشتم مثلا برات پوشک میبست، میدونی؟ طرف میگه خب آقا من اون موقع شروع کردم، هنوزم خفنم، هنوزم کسی جدیده بیاد شروع کنه کلکل، میدونی؟ تا اینکه هر چی میشه آره بگی من آره یه اینجا موزیک زدم سال 80، مثلا یه موزیک زدم سال 80 تو کجا بودی اون موقع؟ بابا یه چیزی خودت داری میگی مال سال 80، میدونی چی میگم؟ ببین آخه اینم که داری میگی یه ذره داری یه طرفه میشه جی جی هم، حالا من تو هواشم، من جی جی رو نمیگم، تو چرا میگی جی جی؟ من کلی دارم میگم، آخه خودت اسم بردی، من که تو گفتی تو جی جی گوشی تو دهنم، حالا برای اینکه چیز نشه، حالا من میگم آقا باید اسم و اینا برای اینکه سوء تفاهم نشه، سوء تفاهم اینا چه کات بده اصلا اسمشو قسمت اسمشو نه اوکیه. جی جی برای خیلی ها، حالا مثلا اگه چون یه جا گفتی گفته مثلا حرفو زده، اونم خیلی جا این کارو کرده، حالا نمیخوایم مثلا اینجا قضاوت کنیم اینا، حالا بعضی جا بوده تیکه انداخته مثلا اومده گفته آقا موقعی که من میذارم تو مثلا کلاس اول بودی، اونم چیز، حالا اینجا سوء تفاهم پیش نیاد فکر کنیم که مثلا منظور ما با جی جی بوده یا هر چیزی. نه آره میگم یعنی اینکه آقا کمک طرف کن، نمیدونم دیسش نکن که مثلا حالا مثلا دیس موزیک نیستا، نه
چی میگن یارو تخریب نکن که. تو اگه اینقدر خودت مطمئنی که قوی، پس واسه اینکه نشون بدی قوی نیاز به تخریب کسی دیگه نداری. میدونی چی میگم؟ تو یا خودت مطمئنی هیچکس 500 تا دیس داله براش اومده، چند تا چه جواب داده؟ خودش مطمئنه، نیازی نداره بیاد خودش اثبات کنه. حالا طرف میگه که نمیدونم ما اینجوری ما اونجوری، بعد ما که یه کاری میکنیم گوشی رو میگیره دست شروع میکنه. بابا اصلا گوشی تو رپری، تو من آهنگسازم میکروفون جلومه، تو چجوری با گوشی داری مثلا توییت میکنی، نمیدونم گوشی میگیری دستت به همی پرید همه. این که خیلی فوله. ببین الان به نظر من تو با یک از چیزام صحبت میکردم، آرتیست های سطح یک داشتیم صحبت میکردم، حالا نمیگم کی، میگو الان موقعی نیست ما بخوایم به هم بپریم. میدونی چی میگم؟ و الان موقعی نیستش که ما بخوایم به هم بپریم، با هم دعوا کنیم، با هم کلکل کنیم. مثلا این کسی که دارم الان میگم مثلا خیلی آدم خفنی ها، حالا اسم نمیگه، خب و الان موقعی نیست من بخوام جواب فلانی رو بدم اون جواب، ولی بعد موقعیه دیگه. میدونی همه دارن هم بعد موقع داریم به هم دیگه میپریم، به هم دیگه هی دعوا، همش تنش، در صورتی که الان دقیقا اون تایمیه که ما با پشت هم باشیم. میدونی ولی خب اینجوری نیستش، همه هم دیگه رو آهنگساز آره درگیر، میدونم میکس من درگیر، خواننده درگیر، منیجر درگیر. دیگه منیجر دیگه تو واسه چی درگیری؟ تو دیگه منیجر، تو چرا حاشیه میکنی؟ تو با مدیریت کنی این قضیه رو. میدونی تو چرا به عنوان یه منیجر حاشیه درست میکنی؟ میدونی نمیدونم چرا اینجوریه. من واقعا کل این قضیه رو کشیدم بیرون، فقط تمرکزم رو کارمه، کسی هم به کسی کاری ندارم، ولی کسی کارمون داشته باشه قاعدتا ما هم تو کار جواب بشه. الان این حرفی که زدی واقعا درست بود. الان ما میزان آهنگایی که داره میاد و حالا درآمدی که تو این مارکت هست نسبت به مثلا آمریکا یک هزارم ولی... که خیلی زیاد گفتی، هیچی اصلا به چشم نمیاد. کل گردش مالی رپ فارسی تو یه ترک اونور جابجا میشه. دقیقا. بعد حالا درگیری های اونورا ببین، خیلی وقت بود مثلا توییت بازی نداشتیم، الان مثلا سر M&M و حالا لیل پامپو اینا یه سری داستانه اومده، باز اونا موزیک هم دیدین، باز تو موزیکه، حالا یه توییتر بغلش هست ولی قضیه تو موزیکه، اینجا تو موزیک، اینجا تو توییتره، حالا چی بشه بکشه به رپ. دقیقا اونجا 10 تا موزیک میشوی، 3 تا توییت مثلا میزنن، 4 تا توییت میزنن، حالا یه مصاحبه هم کرده طرف، اینور 1200 تا توییت رد و بدل میشه، استوری پشت استوری. آره خیلی بده. حالا امیدواریم که این داستانش بگذاریم. یه چیزی خیلی الان برام جالبه، یه زمان خودت این آرتیست ها تو آهنگاشون میگفتن مثلا تو اینستاگرام جاش نیست، بعد الان میبینیم طرف خودش همش تو اینست، بابا بیاید خدایی باشه میکروفونه دیگه. حالا اونم فانش اوکی، بعضی جا مثلا سرگرمی و حالا باحاله، ولی دیگه از حد به درش خیلی داره اذیت میکنه واقعا. نه دیگه یکم دیگه چیز شده دیگه. مثل قدیمش نیست، یکم موزیک دادن سخت شده واسه هم، بعد اسپانسر باشه، بعد مثلا از موزیک پول در بیاد، همین جوری من پاچم برم استدیو یه موزیک بخونم، مثلا اینجوری شده قضیه. واسه اینه که خیلی دیگه آره دیگه سنا هم آخه رفته آره بالا آخه حق هم داره، طرف آتشه نیست، 37 سالشه، 38 سالشه، 35 سالشه، هزار تا زن و بچه داره، اصلا گرفتاری داره هزار تا، حالا به خاطر یه آشیه بره استدیو فلان دیگه حق هم داره. اگه واقعا مثلا پولی که باید حقشون بود بهشون میرسید، شاید اصلا هیچ کدوم این بحثا که الان کردیم نبود. 100% تو وقتی خب دیس میدید، چه میدونم مثلا $5,000 میفروشه، خب معلومه دیگه توییت نمیزنی، آره دیگه دیس میکنی دیگه، آره دیگه. کاری اصلا بدونی از بغل اون دیس کل آلبوم تو دو برابر میکنی فروششو، واسه چی بیاید توییت بزنی؟ بگذاریم بریم همکاری هم همینه. آره همکاری هم همینه، همکاری که اصلا تو رپ نیست دیگه، دیگه این خیلی بدتر شده. این یه ترک های کنسل شده که واقعا اگه مثلا بدونید چی بوده خودکشی میکنی، مثلا کیا با کیا خوندن و ترک نیومده. بعضی هاشم میدونم قراره در آینده بیاد چشم به اونا خیلی روشه، یه سری دیگه هستش، نه یه سری دیگه هستش اونا بیاد چشم خیلی تیره میشه. اونا خیلی حواشی شده داشتی تا چند وقت پیش دیگه، یه کسایی میان تو آره. بریم سوال بعد. آهنگ ترس سجادی رو تو زدی درسته؟ بله. خب یه تیکه صدای رضا پیشرو میاد وسط آهنگ، اون چی بود داستانش؟ داستان خاصی نبودش، داشت اشاره میکرد که اتفاقا برعکس برداشت شد،
راست میگم به رضا پیشرو. آره همه میگفتن دیس کرده. اون الو ببین اون الو خیلی معروفه تو رپ فارسی دیگه. ایکس بگه الو این یعنی که میام بالا سر. اینا هم همون بود. ما از این استفاده کردیم که یعنی مثلا واسه کاری که رضا با مثلا اینجوری کرد با ما مثلا ما هم کار می‌کنیم. باز اینجوری نه اینکه مثلا ما با رضا پیشرو چیکار با رضا پیشرو داریم. رضا پیشرو اصلا کار خودش اون که سجاد داره کار خودش اون که. کسی کاری به کسی نره. بعد برداشت شد ازش. دیس رضا سا زده بودن. دیس رضا پیشرو. چرا بابا رضا؟ آره من هر چی ریاکت و اینا دیدم همه میگفتن رضا رو دیس. یه سری ریاکت ها، یه سری بچه‌ای که ریاکت میدن هنوز سنشون واسه رپ فارسی مناسب نیست. میدونی این طرف مثلا از فدا سرت ونتونز تازه با رپ آشنا شد. یعنی صرفا به جهت ویو اینا اصلا مثل تو خیلی بچه‌ای دیگه که از اول رپ بودن میدونی ریاکت حداقل یه علمی هم تو ما هم سنی از اول نبودیم ولی انقدر پیگیر بودیم همه رو دانلود آره کردیم. آره ببین تو نه اصلا بحث سنیش نی بحث معلوماتیش دارم. تو یه آشنایی با رپ داشته باشی مثلا یه بار یه ترکی بود یارو میگه دیس یاسه آهنگ امیر خلبت میگه دیس یاس بابا چرا مثلا سر اینکه مثلا 100 تا کلیک بیشتر بگیری مثلا ویو بگیری مثلا مانیتایز شدی اونم بعد جا افتاده دیگه اونم اون داستان این چیزه. بعد آخه یه چیزی هست تو مخاطب مثلا من خودم میام ریاکت میکنم میگم فلانی مثلا منظورش این بود بعد حالا مثلا خودش هم سه روز بعد استوری میذاره تو کانال تلگرامش میگه باز مخاطبه اون زیر مینویسه بابا این دیس اینه بابا خود طرف میگه این دیس این نبود تو داری باز بعد دوست دارن این ازت بشنون. خب بعضی هم دیگه به هر حال و مارکتینگ داستانی مثلا اون تو آهنگش گفته آتیش بعد این گفته مثلا آتیشو با آب خاموش میکنم حالا اصلا داستان آره، چیزیه آره. دیس کردین ما که حداقل با کسی مشکلی نداریم حالا ولی تو ریاکتا میبینم رب اصلا یه بار به کی رب داده بودن یه آهنگ به علی سورنا اصلا ببین یعنی دیگه دورترین نقطه ذهن ما بوده چون دیگه واقعا بیهاشی از علی سورنا دیگه خیلی بیهاشی هستی اصلا به هیچ کسی گفت فکر کنم اصلا ما اومدیم مثلا دیس بدیم آخه چرا حالا چرا چون اون توش مثلا یه آب مد... آب گفته ما اینجا یه آب معدنی گفتیم ببین اون گفته آب این گفته آب معدنی این داره به اون میگه که آب شیر نخو میدونی چی میگه مدلای مثلا این فنتی آره میگم چی میگه نه دیس و اینا دیگه ما که نداریم کاری نداریم حالا خود دنبال میکنی ریاکشن ها رو به جز حالا این موضوع موزیکایی که خودمون من سه چهار تا رو دنبال میکنم یکی تو جدیدن خیلی کم میذاری من فقط ترک های جنجالی آره من مثلا دو سه تا مثلا نمیدونم مثلا آهنگ مثلا سجادی و مثلا امیر خلبت میان یه آهنگ میدن مثلا لاوه یا مثلا یه دلنوشی به نظر من این ریاکت نداره یا باید نقدش کنی یا باید چند بار گوش کنی قشنگ نه دیگه چرا ریاکت نداره باید بشینی بغض کنی با آهنگ ریاکت ها اینجوری نه من میبینم دو سه تا رو میبینم بچه ها رو نه میدونم چی میگی منم داستان که گفتی مثلا بغض و اینا ولی نه منظورم اینه که میدونید هیجان داشته باشه چون مثلا دیسو تو مثلا تو همون میگی آ مثلا چهار مثلا یه کانتنت هیجانی ولی برای یه آهنگی که مثلا دل نوشته یا یکم اجتماعیه به نظرم ارزش کارو با ریاکت میتونی بیاری پایین آره. اگه نفهمی و آره اون برداشت‌های غلطی که هم موزیک میکنن که استثنائیه برداشت غلط ها که فوق العاده اصلا یه چی دیگه میشنوم من نمیدونم اون طرف هدفون واقعا تو گوششه مثلا یه دیدم مثلا شعر رو بار اول واقعا اینجوری میشه بعضی وقتا من خودم هم بار اول برای همین نمیکنم دیگه بار اول یهو گوش میدم مثلا ببین آخه بار اول ببین میگید بار اول سه بار قبل شنیدن دیگه موزیکو دیگه هم واقعا هم من خودم بار اول یه سریاشون واقعا بار اول نیست میگم بار اول مثلا آهنگ یا آهنگ بود از یاس مال 5 سال پیش زدود بریم گوش کنیم مثلا بار اول میشنم چی جوری تو این 5 سالی موزیکو اگه واقعا تو این 5 سالی موزیکو نشیدی اصلا تو رپو دنبال نمیکنی نه میگم یه سطح معلوماتی هم میخواد اون ریاکشن ها هم اینجوری نیست که یه پیج بزنی بری ریاکت بری خودت گفتی کیا رو دنبال میکنیم نام نمیخوای ببری چرا فرشاد فور لایف پرشن رپ ریاکشن اینو دوستا من خود دنبال میکنم بعد دیگه کیاس این دوتا هم یکی دیگه هم بود الان خاطرم نیستش اسمش اون دیگه دوستم نیست ولی گذری میبینم یادم نمیاد ولی این دوتا رو دنبال آره. رادیو اکتیف زون نه نمیدونم کی هست نگاه نمیکنی نه چی پیجه چیه؟ بچه خوبه من جان؟ چیه اسمش؟ رادیو اکتیف زون یزدار نه ندیدمش ندیدم اونم کارش من خودم تو ریاکشن اونم کار اونم باله ندیدم تو شاید تو این تو اکسپلور یوتیوب دیده باشم ولی اینجوری دنبال نکردم که موهاش بوره کمه یکم بوره کمه حالا راجع به کم بودن موها شاید جلوش دوربین صحبت نمی کرد شاید حساس باشه کوتاه دیگه جیسر من آقا نظرت راجع به امیر تتلو چیه؟
ببین یعنی ایناست که هم تعریف کنی فوش میخوری هم بعد بگی فوش میخوری، برو سال بعدی. دقیقاً. آره. من چه نظری دارم؟ رد شو الان میگیره بپرم رد شو. خوبه خفنه دیگه. گوش میدم. چرا موقع گوش میدم خفنه. اوکی. بال. خیلی کاری به سیاستش موافقی یا نیستی؟ سیاست دنبال نمی‌کنم سیاستاشو. دنبال نمی‌کنم. باله باله. من فکر کنم شنیدی نمیخوای چیزی بگی. نه. نه نظر خاصی ندارم. صادش. خوبه آهنگ خفن زیاد داره دیگه. قدیمی هم هست. نظر داجبه آلبوم مجاز چجوری بود؟ خفن بود. خفن نبود. من بچه ها اکثر میگفتن حال نکردم. ولی من خیلی حال کردم. ببین ترکی بخوای گوش کنی، من خودم اینجوری هم، من چون خیلی رپ گوش میدم، من اینجوری هم که تو روز مثلا تو 12 ساعت آموزش میبینی، من 12 ساعت رپ گوش میدم و مثلا من آلبوم بزرگو میذارم تا تش گوش میدم، یک ساعت و 19 دقیقه هم طول میکشه، ولی مجاز و تک ترک که گوش میدم. ببین ترکش... هدف آرتیست رو لحاظ کنی. آیا مثلا همین میگم من نمیتونم آلبوم یه بار پشتم گوش بدم، خب چشت باشه. هدف آرتیست این نبوده که یه آلبومی بده که تو بتونی پشتم 20 بار گوش بدی که. خب باشه آلبومو میدونی وقتی یه مثلا اینکه بگی من شاهنامه رو باز میکنم نمیتونم تا تش بخونم، ولی رمان فلانی رو میخونم. خب معلومه شاهنامه واسه این نیست تو یه بار تا تش بخونی. ببین آخه سردرد مثلا من حالا میخوام چیز بشه. آره. مثلا من زیاد میگم سر انقدر یه جوری، آره بیس و اینا یه جوری آره. سرم درد میکساش یه جوری بود که اذیتت میکرد، دراز مدت استلاک داشت. آره دقیقاً. من مثلا خودم مثلا علی سورنا و اینا رو هم آلبوماشون مثلا نگارشو یه ذره گوش میدم، میدونی؟ ولی این ولی تک ترکش همش شاهکاره. یعنی تک ترک اینو گوش میدی، من مثلا هر چی میگذره، من اون اولش یکم خیلی مثلا منتقد بودم روی این آلبوم، ولی الان یعنی حتی نمیدونم اون آهنگ مثلا شبی گورگاش و اینا اصلا اونجا که لطبازی میگه واقعا خون جلوی چش آدمو میگیره، میدونی؟ یا مثلا چرا نمیدونی. ولی من به نظرم در کل خیلی خفنم. ببین دوتا ترک آره. شبی گرگا و چرا نمیمیری شد جزء خوبای آلبوم بود دیگه. دوتا ترکی بود که مهدیار نزده بود، خیلی این دوتا خفن بود. یه دوتا ترکی بود که پرودیوسرش یکی دیگه بود. آخه ببین ایدهاش هم خیلی چیزه. مثلا تو ببین چرا نمیمیری مثلا اومده تو این ایده چیزو، این یعنی داستان مرده پرستی بود توی قالب به اون خفنی زده. بعد جالب اینجا بود اومده بود خیلی ها میگفتن اصلا برای سروش توییت زده بودن که بعد این ما مثلا فکر خودکشی افتادن اینا. بابا بعد چی سو با منظور من این نیست. آره چی زدی؟ نه خب من که حال کردم خفن بود بنظرم. حالا خیلی مثلا بیتو آره. میکس چیزی نبود بگی مثلا من با اونا خیلی حال کردم، من با خود هیچ کس خیلی حال کردم. تکست هیچ کس که معرکه بود اصلا. الان فکر کنم خودش قراره بیت بزنه چیزی که میدونم. آره آره منم شنیدم، من حالا از نزدیکای خودش هم شنیدم، میگن یه بیت هم زده با صدای قطره آب مثل اینکه یه همچین چیزایی، میگن خیلی بومبه با قطره آب. بعد آره خدا نمیدونم حالا بعد بیاد و ببینیم. من اینو 7 ماه پیش شنیدم، حالا نمیدونم بعد ببینیم داستانش چجوریه و امیدواریم که بیاد و فعال باشه. هیچکس ما تو این بازی خیلی میخوایم ذهن هیچکس تکسای هیچکس آره. خیلی خفنه با همه رو ما میخوایم به خدا. ببینیم حالا اون حاشیه ماشیهش هم شد، ولی ما به خودم و ام جی اش هم جی جی اش هم اینا هم لا به خدا با باشن تو بابا سر. خب اینا اصلا این مثلا تو وقتی حالت خوبه به خود ما اندیرم تو موزیک ایران میخوای. تو مثلا توی عروسی نمیتونی مادر سگ علی سورنا رو گوش کنی که بالاخره باید اندی گوش کنی مثلا پاشو برقص مادر سگ، میدونی چی میگم؟ یه جوری باید باشه که همه خوبن دیگه. تو این موقعی حالت خوبه، مودت خوبه، خب نمیتونی آقا مثلا برید دوستند آهنگای مثلا رد پای مثلا صادق رو گوش کن تو حال خوب. همه لازمه من فقط همیشه اینو میگم به همدیگه احترام بذارید دیگه. خب اینجا من موضوع اضافه کنم چیز نشه، سوء تفاهم نشه، چون من گفتم هیچ کس رو میخوام، چون دیگه هیچ کس خیلی کمکاره، وگرنه من خودم از اینام که به همه نیاز داریم و همه خوبه نمیدونم با اینا معنی میگیره دیگه. چه یه زمانی با یه ترک میومد، الان همه ها معروف نسل یک و دو، حالا سه ها باز هنو یکم انگیزه توشونه، ولی نسل یک و دو خیلی کمه. ببین ما از نسل دو ایرا سالی دوتا آهنگ داریم، از نسل یکی ها سالی یه آهنگ داریم، از نسل سه یا سالی چهار تا پنج ها، هرچی نسل میره پایین تر چیز میشه. واقعا هم حق دارن دیگه. منم 20 سال زندگیمو میذاشتم توی یه کاری، 1000 چیزی که حق من نبود. مثلا فکر کن رضا پیشرو مثلا 20 سال موزیک خوند، آخرام مجبور شد در ایران بره. خب این دیگه ته کم لطفی و بی‌معرفتی تو حق یه نفری که زندگیشو گذاشت توی یه کار و به خاطر اون
باید فرار کنه. باز ببین با چه روحیه‌ای داره کار میکنه. من که بودم ول میکردم خدا وکیل. آره بابا هر کی بود الان همون 5 سال اول ول میکردن این همه. آره دیگه. یعنی بازم دمشون گرم، بازم دمشون گرم که مثلا ادامه دارن میدن و اینا همشون ها. یالا حتی اونایی که پولدار بودن وضعشون خوبه اون بره. آه حالا میگیم چهارتا انتقادم کردیم، چهارتا تعریف کن. اونا هم نسبت به ببین آخه به نظر من به پولدار بودن ربطی نره. تو خدایی مایه رو داشته باشی هی داری هزینه میکنی رو کارت، خب رو چه حسابی باید هزینه کنی؟ با چه انگیزه؟ این که میمونی باز خودش خیلی، چه پولدار باشی چه نباشی. آره ولی با پولدار رب یا؟ نه پول رب داره، اینو قبول نمیکنه اصلا. تو یه ماه کار کنی بری نه یه نه ترک نه. ببندی نتیجه نگیری خیلی فرق میکنه با اینکه یه پولی بدی یا یکی مثلا بهت بده بری یه ترک ببندی نتیجه نگیری، فرقش خیلیه. نه میدونم، میگم یعنی تهش تو فکر کن به هیچ جا نرسیدی دیگه. میدونی مثلا من اومدم سرمایه‌گذاری کردم سالها روی کاری، حالا مثلا اصلا بابام داده، بابایی که دیگه نمیده مسلما وقتی ببینه که میگه بابا برو ولمون کن دیگه، همش پول ما رو خوردی تو این داستان. خودت هم باشی دیگه دل سرد میشی دیگه، میگی که بابا 20 سال کار کردم اینا نه پولی در اومد نه هیچی، که چی نه میدونی. اونم باز انگیزه به نظرم خیلی مهمه. در صورت همه کسایی که اصلا دمشون گرم این همه به ما حال دادن و حالا تو حال خرابی تو حال خوشی آره خدایی لذت بردیم و حقشون این نبوده، دمشون گرم دقیقاً حقشون. پلیر رو اسپاتیفای چه جوریه؟ راضی چه جوریه کارا؟ برای کارا خودم میذارید اصلا اسپاتیفای؟ شما نمیذارید؟ ما چرا جدیدن شروع کردیم، من واسه خودم شروع کردم اینسترومنتالو، چون یه سری پرودوسر من ویدیو ساختم راجع به درآمد اسپاتیفای بود، یه سری پرودوسرایی که اینسترومنتال پخش میکنن و آوردم نشونه بچه‌ها دادم، دیدم ببینید بچه‌ها چه پولایی داره در میاد و شما دنبال چی داری میگردی. یعنی شما دنبال مثلا بیت 2 میلیون 3 میلیون بفروشی میگردی، طرف مثلا یه موزیکش پلی خورده 300 میلیون گاهن 1 میلیارد درآمد داشته از اون. یعنی همیشه تشویق کردم بچه‌ها رو که بیان رو مارکت‌ها اینوری کار کنن. خودم هم کم کم می‌خوام تمرکزمو دیگه بذارم اون بر و کلا قالب رپ فارسی بیام. خیلی بچه‌ها این تصمیمو دارن ولی خب این بده، کاش تو مارکت فارسی اوکی بشه. حالا بعدی خوبه که میرن تو مارکت ما خارجی واسه من مثلا دیگه مشتری جاشون خالی بمونه اینور، مثلا که حالا مثلا دیگه اون موقع بشه مثلا یه جوری میشه که واقعا اون هزینه بیاد دیگه، واقعا مثلا واسه هر کسی پرودوس نمیکنه. ببین ببین بعدیش که گفتم منظور این بود که جاشون خالی میمونه ها، و یعنی که خیلی باعث افتخاره که اونور وقتی حمایت نمیشه، وقتی حمایت نمیشه خب خالی میمونه دیگه. ببین الان تو دقت کردی یه سری موزیکاپ دیگه داره سخت شه، مثلا طرف فلان آهنگ فلان شخصو مثلا میگن شنیدی، میگه نه نشیدم. چرا؟ چون طرف دیگه رفته گوشه تو اسپاتیفای و تو دیگه دسترسی نداری به اون موزیک. یکم موزیکا دیگه کمتر داره هیت میشه، کمتر داره پلی میخوره، کمتر مثلا چی میگن ریاکت داره ملت نسبت بهش، چون دسترسی به موزیک داره سخت میشه. و درستش هم همینه، تو میخوای گوش کنی برو اونجا گوش کن دیگه، واسه چی مثلا تلگرام میفرستی چه فایده واسه ما داره؟ آره ولی خب بازم جا افتاده. یعنی من از پلیا خیلی خوشحالم، به نظرم نه خیلی کم پلیا رو به خوبه، نه خیلی کم. به این پلی کلی ها مثلا خشیار 2.5 میلیون 3 میلیون ویو، دو میلیونی که تو خشیار داری میگی نصف رپ فارسی تو اون آلبوم بود. باشه خوبه دیگه، 2 میلیون واسه نصف رپ فارسی خوبه نسبت به این که پلتفرم تازه داره جا میفته این همه فیلتره و... نه 2 میلیون نفر خوبه به نظر. باشه خوب من به نظرم خیلی کم، من به این نظرم برای شروع من به نظرم مثلا 2 میلیون استریم ولی نمیخوام بگم چه رقمی میشه، چون مثلا چیزا عدداش هم میدونم، ولی من میگم 20 برابر اون حقش، 20 برابر هم نه 10 برابر حقش. خیلی بیشتر حقش که آره ولی خب نسبت یه آلبومی صحبت میکنه که طرف 1 سال و نیم 2 سال 3 سال وقتش رفته، چه بعد اصلا هماهنگیاش کار بفرست هر کی یه جای این دنیا، بعد مثلا 2 میلیون استریم 2 میلیون خیلی زیاده واسه باره میگیم اولین باره، ولی حق طرف خیلی با بیشتر از اینا باشه، خیلی با بیشتر حقش بکنه. که 100% ولی خب نسبت به شرایط خوبه. اوکی یار نسبت به شرایط آره خوبه دیگه. آقا مثلا چیز مجاز 5-6 میلیون ویو داره رو ساوند کلاد، خیلی خوبه. آره خب ساوند کلاد آخه یکم سیستم مونتایزش فرق میکنه با اسپاتیفای. من نمیدونم چرا رو ساوند آره ضعیفه ولی باز مثلا واقعا نمیدونم چرا رو ساوند تو اسپاتیفای میته. بعد ببین ما همینم من ببین ما همین یوتیوب رو تا یه بخشیشو مدیون امیر تتلویی، آدمایی که امیر تتلو آورد تو یوتیوب قشنگ یوتیوب ایرانی رو تکون داد. یعنی نمیشه منکر این قضیه شد. ببین نه منکرش نمیشه شد ولی خب یه داستانی که هست، بچه‌ها رپ فارسی اکثرا تو یوتیوب نبودن ولی یوتیوب ایران 4-3 سالی هست که
هست و داره ویو خوب میخوره. تو الان مثلا گیمرها رو میبینی خوب میخوره. آره گیمرها چون... اوکی هست. نه ببین موزیکو داریم میگیم دیگه. میدونم میخوام بگم استارتش با تتلو خوب برای موزیک آره، ولی برای اونور اونا مدت ها چون وقت گذاشتم آرتیستام کسی وقت نذاشت، فقط تتلو وقت گذاشت دیگه که دمش هم گرم، ولی اونور وقت گذاشتم ویوهاشون هم خیلی خوبه. مثلا من نگاه میکنم مثلا رپرامون که هستن شاید یک دهم بعضی وقتا مثلا آریو کیوکسر نمیخورن چون اونا مدت ها اومدن و وقتشون مثلا و... اون شخصی که میگی 5 سال تو این کاره، 4 سال هر روز داره کار میده، ما آرتیستام سالی یه موزیک میدن، خب توقع داری یوتیوب تکون بخوره؟ آره. نه ولی خیلی میتونه بیشتر باشه، هم اسپاتیفای هم یوتیوب خیلی میتونه، هنوز جا نیفته، داره روز به روز بیشتر میشه، داره بیشتر میشه، ولی هنوز جا نیفته. من خودم تو ژانر کاری خودم شروع کردم بیابونی بود، ایشکی نبود، آره. آموزش فارسی نبود، یه سری هم بود مال 5 سال پیش، مثلا طرف ویدیو گذاشته بعد دیگه مفقود الاثر شد. آره آره چیز من خودم شروع کردم یادم قشنگ میترکید سکاویو میخورد. آره میترکید الان مثلا راحت 10K حداقل مثلا 15 آخه اصلا پست آهنگسازی من آموزش آهنگسازی دارم 8K ویو خورده بابا، خیلیه برای آهنگسازی، اونم تو رپ اونم تو یوتیوب تو ایران اونم تو ایران. حالا امیدوارم که این دسترسی وی پی ان واسه یوتیوب داستان نشه دیگه، و اینا دوره باید بچهای خدافظی با یوتیوب بکنه. حالا نمیدونم خبر داری یا نه، چون داره کاملشو نه، ولی چیه داستان چی شده بدبخت شدیم رفت. نه حالا به استرس نمیدم، ولی به احتمال زیاد ویوهایی که با وی پی ان یوتیوب بهشون درآمد نمیده، همین الانم هم کم میکنه، ولی نه 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 شما با وی پی ان ویدیو تو میبینن، تبلیغی که رو نمایش دادی یا رو نمایش داده میشه به یارو، پولی بابتش دیگه یوتیوب بد نمیده و تمام ایرانی ها دارن با وی پی ان میبینن. کم ببین همین الانش هم مثلا یه درآمدی بهت میده، بعد به خاطر همین ویو، حالا نه همشونو ولی یه مقدار زیادش به خاطر همون کم میشه. یعنی مثلا ما اول یه آپدیتی که من دارم بهت میگم مال ژانویه این ماهه ها، میدونم چی میگی، ولی این چیزی که هست یه مدت میگم ما خودم داریم کار میکنیم، مثلا یه درآمد کم شده میده. آره بعد درآمد یه مقدار خیلی بزرگیشو کم میکنه به خاطر این. نه دیگه الان به خاطر این قضیه که اینجوری شده مثلا دارن، حالا الان مثلا بحثی چی دیگه است، الان رو چنلایی که درآمد ندارن هم قراره تبلیغ نشون بده. خب آره از اون بعد دیگه درآمد رو چنلایی که درآمد دارن میاد پایین، بعد وی پی ان اگه ببنده که اصلا کلا ما ایرانی ها صفر میشیم تو یوتیوب، و اگه ایران فیلتر رو ورداره رو یوتیوب همه بدون فیلتر شکم بیان که بازم صفر میشه. یعنی ما تو هر دوور هر کی یه کاری کنه یوتیوبرامون صفر میشه. ببین فیلتر شکن رو دارن صفر نمیشین، ولی خب آر پی ام خیلی میاد پایین، خیلی میاد، مثل هند میشه دیگه، هند الان هر 1000 تا بازدید 0.6 دلار همون دیگه. آره 60 سنت خب ای، ولی خوبه بهش فکر نکن. این پلتفرما همیشه بچه‌ها رو تشویق کردم کار کنن روی این پلتفرما. من خودم مثلا یه چنل خودم، یه چنل کوری رکوردز که اون کلا خارجیه، یه اسپاتیفای خودم تازه شروع کردم، یه اسپاتیفای کوری رکورد اونم خارجی، کلا داریم دیگه به فکر اون بریم. لینکاش همه تو دیسکریپشن میذارم. آره دیگه به فکر اون بریم دیگه. اوکی خب نصیحتی داری برای آرتیستای جدید؟ نصیحت که مال بابا بزرگاست، ولی ناامید نشن دیگه، تجربت بالاست. آره ناامید نشن و اینقدر هم دنبال این نباشم زود وسشم به یه آرتیست بزرگ، با یه آرتیست بزرگ کار کنم، میدونی؟ چون شما وقتی با رفیقت با یه آرتیست نو نیم داری کار میکنی جای آزمون خطا داری، ولی وقتی داری با یه آرتیست معروف کار میکنی جای آزمون خطا نداری، اولین اشتباه آخرین اشتباه، میدونی چی میگم؟ یعنی یه جای پروژه یه چیزی بلنگه دفعه دومی وجود نداره برات، و فقط کافیه یه بار با یه آرتیست معروفی کار کنی یه کارت بلنگه، نه تنها اون آرتیست آرتیست دیگه هم باهات کار نمیکنه. یعنی اینجوری نیستش که الان مثلا من سری بیام یه بیت واسه آرتیست معروف بزنم، خب صبح دیگه مثلا دایرکتم داره منفجر میشه، همینجور واسه شماره کارت ازم میگیرم میلیونی میریزم بسام، نه از این خبران. خیلی باید ادامه دار کار کنی و کار خوب بزنی که موقعی که فرصت شد با آرتیست خوب کار کنی واقعا همه چی از دستت بر بیاد. ببین تو الان مثلا سبک کارهای بیتای سجادی رو با بیتای امیر خلوت مقایسه کن، اصلا دو تا ژانر مختلفه بیتای یه موقع، ولی من رو جفتش دارم مثلا چیز میکنم، میدونی چی میگم، فوکوس دارم که ترجفتش به نحو احسن انجام بشه. ولی اینکه حالا مثلا بچه‌ها فکر می‌کنن الان یه بیت بیان آقا مثلا اوکی کن مثلا یه بیت ما واسه امیر بزن، خب بزن بیا بزن، مثلا وای فکر می‌کنی مثلا الان تو اتفاقی برات میفته، تو باید صد باشی، میدونی چی، تو باید بهترین تو اون لحظه واسه اون شخص بذاری، میدونی چی میگم. اینجوری نیست که حالا مثلا تو یه بیت بدی آرتیستم بگه بده بخونیم، نه بابا باید یه بیتی بزنید
خودت به قول تو خودت اول پشمات بریزه که بتونی خوب پرزنتش کنی. وقتی به یارسی معروف میخوای پیغام بدی، تازه اون پیغام دادن هم مهمه. طرف اینقدر نامه نوشته، به قرآن نمیخونه طرف، به خدا اینقدر مثلا نامه ای طرف، بتونی خوب پرزنت کنی، بگی آقا این نمونه کارم و اینه. نه اینکه فقط دنبال اینه که آقا مثلا من واسشم، مثلا چه میدونم، مثلا من با یکی میخواست واسه علی مسلک کار بزنه، به من یعنی سوراخ کرده بود منو، گفت آقا مثلا به علی مسلک بگو من مثلا یه کار براش بزنم. گفتم بیتو فرستاد، گفتم بیت تو بفرست. فکر میکنه الان مثلا من این بیتو فوروارد کنم، مثلا اون علی مسلک میگه عالی، همینو بریم بخون. بیت صدا قشنگ قابلمه میداد. میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا این سه فاجعه من داده، شما با بری خودتو قوی کنی، بعد حالا بیا تو مارکت، حالا برو دوتا. بعد راه موفقیت این نیست، راه موفقیت تو اینه که آهنگساز خوبی شی، بری بگردی تو آرتیستای نو نیم خوباشو گلچین کنی، پیغام بدی بهشون، بگی فلانی 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 من میام واسه تو پرودیوس میکنم، پول ازت نمیگیرم یا خیلی کم میگیرم، تو بیا اسم منم پایین کارت بزن، و سعی کنی با اون آرتیست نو نیم بیای بالا، هی روش کنی، هی روش کنی، یه مقدار کاراتون شنیده شه، حالا یه مثلا دری هم برات باز میشه، حالا با آرتیست معروفم کار. ولی اینکه همون بعد و اول تو هنوز 4 تا موزیک نری تو مارکت با نو نیم، همون اول منو واسه کن با فلانی کار کن، این راش نیست. راش اینه که بیاری آرتیست های خوبو پیدا کنی، آقا مثلا چه میدونم فلان مثلا نسل 4 خوبه، برو بهش پیغام بده داداش من با کارت حال میکنم، اینم بیتامه. تو ببین اون نو نیمه رو بیتت میخونه که دنبال اینی که مثلا فلان کسک رو بیتت میخونه؟ تو ببین اون نونیمه میگه ای ول داداش عجب بیتی. اگه اون گفت آره 4 تا کارت دادید نتیجه گرفتی، حالا بیا راجع به اون قضیه هم با هم صحبت میکنیم. ببین چی میگم، راهش اینه. من خودم این کارو کردم، یعنی همون اولم اینجوری نبود که مثلا بگم، تا شروع کردم مثلا با مثلا بچهای امیرینا شروع کردم. آره دیگه آدم بعد یه مدت یه سری چاله چوله ها رو دستش بیاد اینجوری نباشه، مثلا رفتی مهمترین چیز مثلا یه دیسی میونه کلمه دیسی مهمترین چیز اینه که اینقدرم به پول فکر نکن. من که اینجوری نیستم، من بچه‌ای که با اون کار کردن همه میدونن اصلا دنبال پول نیستم. داداش مثلا من این ترکو زدم اینقدر به من بدی، این ترکو زدم اینقدر به من بدی، مثلا داداش بیتت مثلا شده مثلا 3 میلیون اینو میدونی. دنبال خودروش خودت باش. تو واقعا اگه با فروش دو تا سه تا بیت زندگی تکون میخوره، من اون هزینه رو حاضرم بهت بدم و تو عرب بری بیرون. میدونی چی میگم؟ یعنی دنبال مثلا سری میخواد به پول برسه، 4 تا موزیک زده دیگه پیغام میدید انگار داری مثلا با منیجر دکتر دری صحبت میکنی دیگه، داداش بیت فهمیدنی. من خیلی خاکی کار کردم، من انقدر کار مجانی زدم باورت نمیشه، یعنی شاید بگم تعدادش بیشتر از 100 تاست. خیلی کار فری زدم، خیلی کار فری زدم، چون واقعا دیدم طرف خوبه. من انقدر استعداد مثلا تو استودیوم اون بخشای حاشیه‌ایشو کم کنیم، بخشا رو بعدا بهش بیشتر اضافه کن، میدونی چی میگم؟ مثلا بچه‌ای بودن تو استودیو، بچه‌هاشون زب می‌گرفتن، من نشستم ولی یهو مثلا دیدم یارو داره پاره می‌کنه بیتو، رفتم صداش کردم گفتم بیا اینجا من برات پرودوس می‌کنم. می‌دونی چی میگم؟ انقدر کار فری زدم، مثلا دنبال پوله نباید باشم بگیم آره من الان بیت بفروشم سری، مثلا میشینه حساب می‌کنه. من خب خیلی ترک تو استودیو بسته میشه، هیچ چی بسته نشه تو ما هولوش 15 تا 25 تا کار داره تو این استودیو بسته میشه. می‌دونی چی میگم؟ بعد میشینه حساب میکنه. ایرانی ایم دیگه، ایرانی ها دیدی میرن یه جا میشینن توی قهوه خونه چورت کره در میاد، آره خب این الان 20 تا میز داره، رو هر کدوم دو تا قلیونه، پس این در روز داره انقدر میزنه. اینا میشینن حساب میکنن، اصلا میگن آره این اصلا در ماه انقدر ترک چه پولی داره در میاره. نمیدونه که بابا من 100 تا اندازه کاری که تو زدی، من فقط کار فری زدم. میفهمی چی میگم؟ یعنی نمیخوان زحمت بکشن، میخوان زود به این جایگاهی برسن، سری پرودیوسر بشن، عینک دودی بزنن، زنجیر بندازن تو تاریکی استدیو، با عینک دودی و زنجیر بشینن پشت سیستم کار کنن، یه چیزی دیده فقط. جدی میگم هستا، سری هم بگن نمیدونم مثلا من چین دارم، من فلانم، مثلا گل بکشه تو استدیو، رخ بگیره فلان. بابا برو یه کار درست حسابی بکن، ولمون کن تو رو، برو ببین هنر کجاست، برو ببین کار خوب چیه، برو این چیزها رو یاد بگی. 4 تا استایل و سیس اومدن که نشد آهنگسازی کرد. اینو الان گفتی یاد بحث رضا پیشرو افتادم. رضا پیشرو میگفت بعضی وقتا بعضیا میومدن با پول خوبم میومدن تو استودیو، مثلا رضا اینو واسه ما جمع کن فلان، میرفت پشت میکروفون و بعد بهش گفتم تو بی برو واسه اینوری نیا. ببین من یه بار یه دونه مشتری داشتم خدا شاهده، گونی پول اومد دو تا گوشی مثلا خدا تومنی گذاشت رومیز،
لباس پوسماری و فلان و کالج پوسمار. گفت چقدر بدم معروف شم به خدا به امام حسین؟ بس مثلا خیلی وضعش خوب. منم گفتم چقدر بدم نخونی؟ گفت نه جدی میگم. گفتم داشت ما اینجا این کارها رو نمیکنی، ولی بخوای معرفیت میکنم به یه شخصی، برو بده معروف شو. که رفت داد و معروف هم نشد. و خیلی از این موردها دارم. یا مثلا یه موردهایی که دیگه واقعا با قضیه غریبه، یارو میگه من استعدادم فلان بیسار میتره کنم. گفتم بله. اومد استدیو، رفت تو ددروم، گفتم یه ذره گرم کن تا من این ور کارا رو بکنم. بعد از تو دوربین نگاه کردم، دیدم داره پروانه میزنه. بعد اینجا رو تاکبک این ور گفتم داداش داداش، دیدم اصلا هدفونم رو گوشش نی. رفتم اومد تو ددروم، گفتم داداش چیکار داری میکنی؟ و تو گفتی گرم کن. گفتم آفرین، گرم کن، دوتا شیشتا بشیم یه سه گله بزنیم. گفتم داداش صدا تو گرم کن، بخون یه ذره گرم شی. میدونی اینقدر با مثلا فضای سری غریبه. میگه که یه سری اطلاعاتو برید به دست بیارید. همون اول نگو آقا من استعدادم. برو خیلی باز استعدادو بقیه باید بهت بگن. من خودم 2 سال آقا کار کردم، به هیچ کسی هیچ احدی کانکت نبودم، هیچ کلاسی نرفتم، دوره هیچ کسی رو نرفتم، پولم ندادم ارتباطات بخرم. یه سری این کلاس ها برای اینه که فقط تو ارتباط پیدا کنی با یارو، اصلا تو اصلا نیازی به کلاسه نداری. خب بعد 2 سال کلی مثلا ارتباطاتم زیاد شد و من یه آهنگسازی بودش که آهنگسازای معروف رپ فارسیه، حالا الان اینجا باز اسم نمیگم، این اومده بود استدیوی من، خیلی هم من جلوتر بود، خیلی معروفه، خیلی هم من جلوتره الان که نه، من اون موقع که مثلا شروع کار میکنم. اومد گفت آقا تو از کجا سبس شدی؟ گفت ما 4-5 تا آهنگساز بودیم تو رپ فارسی، همه داشتیم کار میکردیم، همه هم با هم رفیق بودیم، تو از کجا یهو سبس شدی؟ تو با یه شیب رشد اینجوری اومدی تو رپ فارسی؟ میدونی تو وقتی کارت خوب باشه زحمت بکشی، وقت بذاری، دل بسوزونی واسه کار بقیه، دنبال دله بازی نباشی، دنبال اینکه آنی یه پولی در بیاری نباشی، دنبال اینکه بخوای اینو اونو تلکه کنی نباشی، میدونی دل سوزانه کار کنی. من با کمترین قیمتا هم حتی کار بستم واسه بچه‌ای که نمیتونستن، میدونی این باعث رشد تو میشه. خیلی دنبال سیسش نباش که مثلا سیس خوب بگیری، مثلا پیج مثلا خیلی مخ بزنی، آره خیلی مثلا پرستیج رو بخوای حفظ کنی، پرستیجت هم 100% باشه، کارت 70 باشه، منهی سل مجبور با بری چیز کنی. نمیخوام بیادب باشه. ببین یه جو الان یادم افتاد اون موقع چی میخواستم بگم، حالا این بحثات که خیلی خوب بود، ولی یه جو یه صحبت کردی درباره این که رضا پیش رو میگه گرم کنین و اینا، کلاسای رضا پیش رو شرکت کردی؟ من نه، همین تو اکسپلور دیدم. کسی گذاشته بود اونجا؟ یعنی تیکش بابا خودش گذاشته تو اکسپلور داره میگه. آها مال چیزش بود، تبلیغ ویدیوش بود. من اونجا دیدم. آخه من واسه چی باید تو کلاس رضا پیش رو شرکت کنم؟ من اصلا پرودیوسرم. نه بعضیا میرن آخه برای اینکه بشینن ببینن طرف چی میگه و اینا. نه من یه بار تو اکسپلور همینجوری داشتم گوشی رو بالا پایین میکردم، دیدم داره اینو میگه، به نظرم قشنگ گفت، دیگه رد شدم رفتم پست بعدی دیگه، تا ادامه‌اش هم ندیدم که پس قضیه چی و اینا. کلاساش خیلی خوب، یعنی دفعه بعد گذاشت هر کی نیومده بیاد، من افتخار حضور داشتم، خیلی جذاب بود. من اصلا حالا میگم من چون تو شاخه رپ فعال نیستم نمیدونم چه جوریه، ولی بچه‌هام دور و بر کسی نبوده بپرسم چه جوری، ولی خب کلا آدم دلسوز. رضا دمش گرم. کلاس رضا رو حتما شرکت کنید. مگه تموم نشده؟ هنوز هست مگه؟ ببین هنوز میتونم پول بدن قسمت قبلی‌ها رو ببینن دیگه. یعنی ببینن از اول. حالا قسمت‌ها، حالا اون قسمت چیزشم یه مسابقه شینا رو نرسیدن. فیتینا اومده که شرکت کنن. دمش گرم. فیت میده، قراره یه ترک واسه تا خوبشو داشته باشه. و دستش درد نکنه. جالبه کلاس‌های اینجوری خصوصی اینا خودت نمیذاری؟ آهنگسازی دستش. آره میذارم. شرایط اونها چجوری؟ جدید داری؟ چجوریه؟ کی میاد؟ من دوره‌ای نیستش، خیلی فاز دوره‌ای نیستش. من تایم داشته باشم مثلا الان این ما 18 تا شاگرد داشتم، مثلا یکی اینور تموم شه یکی اونور میذارم تو رزروی دوره جاش میذارم. آموزش زیاده. ببین من 9 صبح میام استدیو، کرکرن میدم والا، میام استدیو 2-3 اینا میرم دوباره 9 صبح میام. خیلی کار میکنم. دمت گرم بابا. خیلی کار میکنم واقعا. آره دیگه. ببین فکر کنم ویدیوهای یوتیوب هست، پروژه خودمون هست، آلبوم ها خودمون هست، بچهای صدا دا هستن، بچه مشتری هستن، شاگردا هستن، چنلامون هست. همه رو با هندل کنم دیگه.
خیلی سخته. دمت گرم. چاکرت. امیدوارم که قشنگ اون چیزی که میخوای برسی و مرسی که انقدر دلسوز کار میکنی. و آره دیگه. صحبتی بحثی هست به نظرت بخوایم راجع بهش حرف بزنیم؟ خیلی چیزا صحبت کردیم. خیلی صحبت کردیم. آره من فکر کنم منو تو از اینایی که مثلا بریم بالا منبر دیگه تمومه. باتری ها الان مثلا باتری من خودم خیلی حرف. آره. من خودم خیلی موضوع تو ذهنم و دوست دارم بگم یکی هم باشه که حالا خودش هم تجربه کرده. آره. و دغدغش دغدغه منه تو سو. آره خیلی مثلا یه جای بحثش حاشیه‌اش زیاد شد ولی مثلا چیزای انتقادی بود. یعنی الان بازم بگم کل حرف من اینه که آقا اینقدر به هم دیگه کار نداشته باشید دیگه. بذار هر کسی کار خودش رو بکنه. اگه کسی بهت کاری داشت با هم داشت... کار داشته باشید کار بدید. آره به آره. هم کار داشته. آره دیگه تو الان مثلا واقعا این سری آرتیستامون اینا همش باعث میشه پای یه کسایی به رپ فارسی باز بشه که واقعا جایگاهی ندارن. یعنی این باعث میشه یه سری از این موقعیت ها سوء استفاده کنه. خب فهم کنم همه چی رو زیر و رو کردیم و تو همه مواضع حرف زدیم. آره عالی. یکم هم دور شدیم از بحث اصلی. اصلا خیلی دور شدیم از بحث اصلی ولی اوکی بود. باحال. آره. آره من حس میکنم یه چیز جالبی در اومد و خودم لذت بردم. جاکر. مرسی که دغدغت انقدر برای پیشرفت رپ و انقدر به حال داری زحمت میکشی و خاطره میسازی برامون. امیدوارم که پیشرفت کنی تو مارکت اونورم گفتی برنامه داری. امیدوارم که بیتات بهتر کنه و به هر حال به حقی که باید یا شاید برسی. و حرفی سخنی به نظر چیزی جا مونده؟ نه دیگه من حرف خاصی ندارم. دم تو هم میگم که انقدر زحمت میکشی همه چی رو پوشش میدی و اینقدر هم رپ فارس به شماها هم نیاز دارد برای بیشتر دیده شدن. برای بیشتر دیده شدن فدات قربونت. حالا امیدواریم که اگرم مسئولیتی داریم درست انجام بدیم و چی میگن رسالت خودتو نکنیم خراب نکنیم میگن رسالتتو نمیدونم به چیز برسونی. آره همون رسالتمونو به عمل برسونیم. یادم میاد ولش کن. منم یادم آقا دمت گرم مرسی واقعا لذت بردیم. جاکرت. امیدوارم که بهتر کنی دیگه. اگه اجازه بدی من یاد هم از تو هم بچه‌ها خدافظی کنم. خدافظ. قربونت خدافظ. خواهیم بوده از قسمت دوم از کجا. امیدوارم که لذت برده باشید. صحبتی انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید که سعی میکنیم بخونیم و حالا تغییراتی که باید یا شاید و به هر حال اعمال کنیم. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو دیدید. حتما بنویسید خوشتون اومد یا نه و دوست دارید پرودوسر بعدی یا به هر حال مهمون بعدی کی باشه. گفتم میتونه حتی خارج از چارچوب هیپ هاپ هم باشه. پس نظراتتون اون زیر بنویسید که خیلی مهمه برای ما. دمتون گرم. اینم بگم سابسکرایب و لایک هاتون نره. سابسکرایب برای حمایت از ما خیلی مهمه و همچنین لایک اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما اون لایکو بزنید که باعث پیشرفت ما میشه. دمتون گرم. اینم بگم بعضیا سابسکرایبو میپره پس حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره و فیکس بشه. دمتون گرم. صحبت دیگه باقی نمیمونه. تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. سی سون.